بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقات بهتر در انتظارتون باشه. یک دقیقه زودتر برنامه رو اجرا کردم که بگم خب حالا ما تلفن نداریم، شما که تلفن دارید چرا به ما زنگ نمیزنید؟ من نبودم در این شهر و در این کشور، شما که بودید تماس میگرفتید. رفتیم یه سفری به ترکیه که هنوز نرفته بودیم و آلمان کشور دوم من از لحاظ ایران کشور اول، آلمان کشور دوم، آمریکا کشور سوم. بگید ببینیم اونایی که رو فیسبوک هستن صدا و تصویر ما چگونه است. خوشحالم که آقای عبهری و آقای مصباح و آقای بابایان و خانم زهره دادور هم هستن. به یکایک که شما سلام میکنم، اوقات خوبی براتون آرزو میکنم. و اما دیروز یه دوستی با ما تماس گرفته که صحبت کنه و متاسفانه من چون دوبار ایشون زنگ زد و داشتم یه جایی رو ویدیو کار میکردم ایشون رو بلاک کردم. حالا امروز هرچی میگردم این شماره رو از بلاک بیرون بیارم نتونستم، رفتم تو ستینگ، رفتم تو تلفن، رفتم تو بلاک و اینها نتونستم. خلاصه چون پیر شدی سربی از میکده خارج شد، یا شاید چون پیر شدی باید به میکده وارد بشی و از کار خارج بشی. بگم براتون که چند هزار کیلومتر سفر کردم، نزدیک به 20,000 کیلومتر، چه با هواپیما چه با ماشین. حالا براتون میگم، فقط اسم شهرها رو میگم، شما خودتون دیگه حساب کن. از واشنگتن که هستم رفتم مونیخ، از مونیخ رفتم استانبول، از استانبول رفتم آلانیا، از آلانیا رفتم آنتالیا، از آنتالیا رفتم ازمیر، از ازمیر رفتم استانبول دوباره، از استانبول برگشتم فرانکفورت، از فرانکفورت آمدم واشنگتن و با شما هستم. 19,356 کیلومتر. و تصمیم گرفتم دیگه با هواپیما مسافرت نکنم، مگر جایی که مجبور باشم. شما از اینجا که میخوای بری اروپا نمیتونی که با ماشین بری تو آب. هنوز نساختن اون ماشین رو، ساختن ماشینایی که تو خیابون داره میره تو آب. قشنگ اینجا اصلا برای توریستا هم هست، میای سوار میشی. شیکاگو هم دیدم، فکر کنم بهش هم میگن ماشینای شکار اردک، یا به اصطلاح دیدن اردک ها. و جالبه، خب شما کجا بودید، چه کردید؟ با این گرما چه بیدادی میکنه؟ حالا شما تو آمریکا AC، ایر کاندیشن، کولر، که همش هم کلمه خارجیه، کلمه ایرانیش سرد کننده دارید. این دوستان در اروپا باور ندارن یا باور نداشتن که یک زمانی هوا اینچنین گرم میشه و اصلا چیزی به نام AC ندارن، پنکه دارن، درها رو باز میکنن. و جالبه همین خونهی که ما هستیم چون قدیمی هست یه سیستمی داشته که اون موقع که کولر نبوده یه پنکه بسیار بزرگی روشن میشه تو سقف، دریچه هاش باز میشه، این توربو، این موتور هواپیما، و شما درها رو باز میذاری، دریچه ها رو باز میذاری، اینو روشن میکنی، این هوا رو در منزل شما به چرخش در میاره. و همون ماجرای کوران. حالا شما ببینید در یزد، در جای دیگه دنیا بدون هیچ برقی، بدون هیچ تکنیکی اون سیستمی رو، الان اسمش یادم رفته، که خیلی قشنگ بالا درست میکنن. باور کنید من در گرمای شدید تابستون رفتم یزد و زیر یکی از این ساختمونا وقتی وای میسین چنان باد میاد و میره، شما میگید مگه میشه اون بیرون تو حیات باد نمیاد، ولی اینجا بادگیر فکر کنم بهش میگن بادگیر. خوب شد، بله. خب خوشحالم آقا سعید هم اینجاست. و این سعید چقدر آمریکاییه، به من گفت بالا بری پایین بیای بهترین کشور دنیا آمریکاست و حقیقتا راست میگه. ولی بذارید من یه چیزی برای شما بگم. شما حتما تو برنامه من شنیدید، من بارها گفتم اینهایی که پرستار هستن فرشته های حقیقی روی زمین هستن. حالا بذارید یه درجه بریم بالاتر. اینایی هستن که توی
هواپیما خدمت میکنن، مهماندار بهشون میگن، یه چیزی هم بهشون میگن استوارد، یه چیزی اینجوری میگفتن قدیما. خلاصه حالا میگن فلایت اتندن. اینا واقعا فرشتهایی هستن که حقیقتا تو هوا هم هستن. خودتونو بذاری جای اینا برای یک ساعت، من شما میریم میشینیم شکایت میکنیم از اینکه صندلیمون تنگه، باید اینجوری بشینیم، فیلمی که بهمون نشون دادن خوب نبوده، گوشیمون درست صداش پخش نمیشده، این بعد بنده خداها شب روز وقت بی وقت بی خوابی شیفت، یا شیفت یعنی چی؟ یه روز صبح باید برن سر کار، یه روز شب باید برن سر کار، اینجا شب پرواز میکنن میرن اونجا صبح، با این گاریای خیلی باریک و کوچولو باید به من و شما شکمو ایرادگیر سرویس بدن، بهترین سرویس. ناگفته نماند که اینا الان چند سالیه اونها هم اخلاقشون یکم بد شده، ولی حقیقتا این پرستارا من برام مهم نیست حقوقشون چقدره، و این مهماندارای هواپیما خود خلبان ها هم کارشون آسون نیست، نشستن اونجا شما یه دفعه پرواز میکنی میای تازه حالای بلند میشی اینجوری میکنی اینجوری میکنی، قبل از اینکه بری سفر یاد میگیری پاتو اینجوری کنی اینجوری کنی، خون تو پات نباشه قرص آسپرین میندازی بالا خون لخته نشه. خب این بنده خدا خلبانه که 8 ساعت میشینه از اونجا میاد اینجا 4 ساعت استراحت میکنه دوباره باید از اینجا بره یه جای دیگه، چقدر آسپرین بخوره که خونش لخته نشه؟ ولی همه اینا مهم نیست. بنده یه سری عکس از اون جایی که رفتم گرفتم به شما نشون میدم، ولی باید اول تشکر کنم از آقای دکتر شهرام ایرانبومی که با این شرایط با این وضع و مصیبتی که واقعا گرفتار هست چگونه داره کارهای خودش و دفترش و اینا رو انجام میده و داره با افراد دیکتاتوری مثل ترامپ و دستگاه دولتی اون از پامپئو گرفته و سفیر و کنسول و اینها جنگ میکنه. حقیقتا کلمه جنگ برای این کارش درسته و اینها ببینید چقدر واقعا باید بی ناموس باشن، بی شخصیت باشن، بی خانواده باشن تا به یه پدر اجازه ندن در مراسم خاکسپاری پسرش شرکت کنه. 3 روز، این 3 روز ویزا خواست. کسی که 10 سال ویزا تو پاسپورتش بوده و به خاطر این درگیری بین اوباما و این ترامپ و اینها یه عده بنده خدا در سر تا سر دنیا به اصطلاح گرفتار این ماجرای ویزا، شما ویزایی که داشتی یه دفعه باطل بشه ولی آقازاده ها هر جای دنیا میخوان برن بیان. همین امروز توی بی بی سی برنامه بود راجع به این پولای دلارای دولتی که اینا گرفتن 4200 تومن، میگه آقا میگیرن از بانک میان بیرون 3 برابر میفروشن، و دیگه چه سودی؟ شما وقتی یه بیزینسی داری 25% سود میبری همه به قبطه میخورن حسرتتو میبرن که آقا این مثلا 75 دلار یه چیزی رو میخره میفروشه 100 دلار، کلی هم کار میکنی، کلی هم خرابی و ضایعات و اینا داره. این حروم لقمه ها پولای دولتی رو میگیرن میاد بیرون، قراره بره دارو بیاره میره کاغذ سیگار میاره، قراره بره دارو بیاره میاد ماشین آمریکایی میاره، طرف با اون لهجه اسپانی قشنگش ویدیو گرفته میگه آقا شما تو خیابونا میگید مرگ بر آمریکا، ولی چجوری این ماشینای آمریکایی سوار این کامیوناست داره میاد تو ایران؟ ولی برید ببینید از کوروت گرفته تا این شولتای بلیزر و نمیدونم جی ام و اینها. و اما خب سلام به دوستان، یکایک دوستان، آقا فرهاد زمانیان از ایران. آقای زمانیان مثل که دیگه خبر مرگ رجبی تایید شده، دیدم یه آقایی که تو کار تاریخ و اینها هست اینو قشنگ دیگه گذاشته زیر ذره بین و وقت اون رسیده که افرادی مثل آقای فیلابی و غلامزاد ترشیزی و اینا هم واقعا دست از دروغ گفتن بردارن و به مردم حقیقت رو بگن، و اگر باور دارن که سازمان مجاهدین سازمان مردمی هست و فرقه نیست، احتیاج به حسن صبا و نمیدونم که چی حسن صبا بود مال این حشیشیان میگفتن، همین کلمه اسسینیشن از این حشیشیان آمده، ریشش که پیدا کنید اینا عقب میکشیدن خودشونو مینداختن از بالای دیوار پایین و اینها بماند. خب پس آمریکا بهتر کشور نیست دیگه خانم، من که گفتم هست
شما چرا حرف من عوض میکنی؟ دیکتاتورهای عاشق ایرانیان دزد اما ضد مهر پدر به پسر. و چقدر قشنگ این آقای ایران بومی عکسی انداخته بود که ترامپ یه ویدیو گرفتن، اگه به دست من برسه حتما پخش میکنم، ترامپ داره این پسرش رو میبوسه و براش نوشته بود که آقای ترامپ اگر این پسر شما اتفاقی براش بیفته و یه نفر اجازه نده در مراسم خاک سپاریش شرکت کنی چه احساسی داری؟ در اصل همون روزی که من رسیدم به فرانکفورت صبح ساعت 8، از ساعت 5 بعد از ظهر در یکی از میدونهای شهر که هر کسی برنامه تظاهرات داره میره اونجا اجازه میگیره و یه ساعت دو ساعت بهش وقت میدن تظاهراتی برپا میکنن، آقای ایران بومی به کمک دوستان خوبشون به من نشون داد، گفت نگاه کن این چیزا رو بردم اینجا چاپخونه، نگرفته از من پول، پولو گذاشتم آمدم، حالا که رفتم پولا رو بهم پس دادن. و پول مهم نیست، مهم همدردیه، همگامیه، همراهیه. و من به نوبه خودم ممنونم از اونایی که میفهمن وقتی دیگران. وقتا یادتونه یه شعری بود، دوست آن باشد که گیرد دست دوست، دست دوست در پریشان حالی و اینها، که عوضش کرده بودن متاسفانه ما اون غلطش رو یاد گرفتیم که دوست آن باشد که گیرد دست دوست در خیابانهای زند و داریوش. این تو شیراز بود. در صورت اون چیزی که مهم بود انجام شد، اعتراض آقای دکتر شهرام ایران بومی به این حرکت بسیار زشت و ناپسندیده دولت ترامپ، سفیر آمریکا در فرانکفورت و اینها بود که از نماینده‌های مجلس، شهردار بعضی جا، همینجا نماینده مجلس ما حتی نامه نوشته و گفته این کار صحیح نیست و تقبیحش کردن، یعنی قباحت داره. و آمده بودن، ما که میبینیم تظاهراتی از 4 نفر 5 نفر میان وای میسن، تعداد زیادی آمده بودن و به منم گفتن شما اگه مایلی صحبت کن، و من به عنوان یک آمریکایی ایرانی تبار اونجا صحبت کردم، گفتم آقای ترامپ این کاری که شما میکنید ننگ برای افرادی که با ذوق با شوق آمدن و زحمت کشیدن تا آمریکایی شدن، حالا شما آمریکا رو هی میگی من میخوام برگردونم به روزی که گریت بوده. خب احمق مردک، به ما اینو اونجا نگفتم، به ما بگید که این روزی که آمریکا گریت بوده کی بوده. بمانه ما رفتیم و آمدیم، گفتیم ما بریم بلکه این مجاهدین انقلاب کنه، ما بریم بلکه این آقا رضا انقلاب کنه، چون دوستانشون میگن آقای سربی شما شدید دست انداز. والا درسته هیکلمون گرد و گلول است، برای دست انداز خوبیم، ولی من نمیدونم اینا با چه گاری با چه ماشینی دارن میرن که نمیتونن از یه روی یه نفر آدم 63 ساله مثل ما رد بشن. بابا ماشین اونا بده، حرکت اونا بده، جنبش اونا بده، ولی شما نگاه کنید یه شخص، یه نفر، یه تنه داره کارهای خودشو انجام میده. آقای ایران بومی رو میگم، کارهای دفترشو انجام بودم، یه روز من باهاش بودم بنده خدا، از صبح تا شب میدیدم هر 2 دقیقه یکی زنگ میزنه با این داره صحبت میکنه، 3 تای دیگه پیغام میذارن اینها، خب باید کارا رو انجام بده تا بتونه اجاره خونه‌شو بده، باید پول خرج ماشینشو بده، نمیدونم. در هر صورت موفق باشی آقای ایران بومی. و اما ما آمدیم دیروز یک نوشته ای رو که آقای ایران بومی به صورت پتیشن و تومار تهیه کرده گذاشت. شما میدونید من به این پتیشن ها اصلا باور ندارم، ولی این پتیشن چون نوشته بود اگر تعداد 200 نفر بشه ما میتونیم این رو ببریم در به اصطلاح دفاتر دولتی آلمان و بهشون بگیم که اقدام کنن، ما اینو گذاشتیم روی فیسبوک و از دوستان هم خواستیم، خود منم اینو امضا کردم. اونجا میپرسه میخوای پول بدی؟ شما میتونی پولی بدی یا میتونی ندی، کاری نداره، نمیگه اول پول بده تا بعد امضا کنی. تلویزیون ایرانی دیدی میگه اول پول بده تا بعد وصلت کنم با استودیو بتونی حرف بزن. بمانه وقتی اینو گذاشتم دیدم چه افرادی میان همدردی میکنن، همدلی میکنن، عکس میذارن، عکس که دارن عشق میریزن میذارن، غم و غصه و ما رو در غم خودتون شریک بدونیم. فقط 2 گروه هستن این وسط، یکی مجاهدین ابله، یکی شاه الله یا احمد، که اینا با همه افراد ایران مخالفن، حتی با یه پدر داغدار. تا
طرف آمده نوشته که این آقا فرزندش به اصطلاح فوت شده، این دیوونه شده. میگم آخه احمق، اگه تمام اینایی که فرزندشون فوت میشد مثل این میمدن یه موومنتی، یه جنبشی را مینداختن. همین خانم فرای سیگاری دودکش شما، فرای پهلوی، اگر بعد از اینکه جوان اولیش دست به خودکشی زده بود، آمده بود همت کرده بود، غیرت کرده بود، شجاعت شهامت به خرج داده بود و یه جنبشی را مینداخت، به درد جوانها میرسید، اولا جوان دومی خودش خودکشی نمیکرد، دوم ممکن بود صد یا هزاران جوان رو نجات بده. این یک. یه دوست دیگه ای داریم، آقای نگهبان فکر کنم از شیراز هم هستن، از ایران هستن. ایشون نوشته بود که این آقا بهاییه، یه چیزی هم گفته بود بهاییه فلانه. من نوشتم آقا من از هیچ کس نمیپرسم چه دینی داری چه مذهبی داری، برای من انسانیت مهمه. حالا گیرم که این آقا بهاییه، اصلا اینجا بهاییت و نمیدونم اسلام و مسلمان و شیعه و سنی چه ربطی داره به این چی بهش میگن پتیشن، چه ربطی داره به این تومار؟ خیلی از دوستان نوشته بودن که ما رفتیم اینو امضا کنیم، آلمانیه. والا من نمیدونم وبسایت شما چگونه است یا اوضاع شما چگونه است، من نمیدونم چرا این چیزای ما امروز رفته این ور از این وری شده. این چیزایی که این پایین کامپیوتر قرار میگیره احتمالاً یک اشتباهی شده و اینا بعد از برنامه درست میکنه. بله، آقای علیرضا سلیمانی میگه آمریکا بهترین کشور دنیا نیست و در اکثر مواضع در بین 36 کشور 26 یا 36 36 کشور صنعتی جهان در مقام 20 هم نیست. بله، اول است در حمل اسلحه، در خودکشی سالیانه 40,000 نفر، در بدهی ملی 22 تریلیون دلار و و و بمانه. خب بذارید ببینیم سعید چی نوشته که قایمش. آها آخه این همین شماره است شاید. بذارید ببینم. الو الو سلام بفرمایید. به به آقای شادانلو، حال شما چطوره؟ ممنونم قربان شما. آقا این دیروز ما خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکرم. دیروز این دوست ما دو بار زنگ زده، من اون شماره رو مثل که بلاک کردم، فکر کردم این فروشنده و اینا هستن. حالا امروز الان تو برنامه هم گفتم ایشون هست که ما باشون صحبت کنیم یا میتونن زنگ بزنن؟ اتوان همه الان با من تماس گرفت، دو بار زنگ زدم جواب نمیدن، تلفن رو بیان نمیدارن. آخه من اینو اشتباهی بلاک کردم و نمیدونم چجوری از بلاک درش بیارم. رفتم آیفون نوشته بود برو تو ستینگ و برو تو تلفن و بلاک و اینا، ولی اون شماره رو نداره و متاسفانه من شماره ها رو پاک کردم. یادمه که 866 بود، 866 این شماره هایی هست که اینجا هی میخوان چی بفروشن و اینها، و گویا ایشون چون از بازداشتگاه زنگ میزنه اونها همین شماره رو دارن. آیا امکانش هست که ایشون به شما زنگ بزنه، شما به ما به همین وسیله وصل بشید، یا اینکه بذاریم مثلا چهارشنبه من بتونم این شماره رو از بلاک در بیارم؟ آهان، خب اون بنده خدا چجوری مطلع میشه که ما اینجا چی میگیم و چه کار میکنیم؟ میخواین شما ماجرا رو بگین به دوستان که اوضاع چیه، این شخص کیه، یه مقداری شما بگید. بفرمایید. بله بله، برنامه الان 20 دقیقه هم شروع شده. سلام خدمت بینندگان محترم تلویزیون مردم، شکننده های سوربی. دوستی که در کانادا مدت زیادی هست بر علیه مواضع جمهوری اسلامی، خانواده رفسنجانی و سردار جعفری و سرداران سپاهی که از ایران به کانادا رفتن و پولهای روزه شده و بیت المال ایران رو برداشتن رفتن اونجا، این شخص به اسم احمد رضا کریمی یا کوروش کریمی فعالیت میکرده در کانادا و مدتی تقریبا مثل همون شخص دیگری که اونجا فعالیت میکرد آقای پولی و اینو دادگاهی کردن و گرفتن، ایشون هم همین کار رو باش کردن که چرا شما بر علیه
اینها میگن بر علیه دولت کانادا و مردم ایرانی که در اونجا هستن، البته به دروغ، چون ایشون واقعا فقط دنبال خانواده رفسنجانی و کسانی بود که پول بیت المال رو به اونجا کانادا آوردن و دولت کانادا کاملا اینها رو میدونه، ولی به دلیل اینکه رقم پولهای دزدی شده و آورده شده به کانادا بسیار زیاد هست، خب ترجیح میده که هوای اونهای رو یا پاسداران و یا عوامل رژیم رو داشته باشه تا کسی که بخواد بیاد بددش این کار انجام بده. در هر صورت ایشون رو یک بار گرفتن، دادگاهی کردن، بعد ایشون با من تماس گرفت، مدارکی فرستادن، ما دنبال کاراشون بودیم و برای دادگاه نامه نوشتیم. البته ایشون از خیلی جاها کمک خواستن ولی متاسفانه کسی کمک نکرد. این به این آقای بنی‌صدر نامه دادن، ایشون کمک کردن که این مسئله دنبال بشه و چه کسانی پول آوردن و مقدار پول و اینها رو همه رو تقریبا ما توی یکی دو سال اونجا اعلام کردیم و طوری شد که ایشون قرار شد بره دادگاه، یعنی ماه گذشته قرار بود در کانادا دادگاهی داشته باشه با خبرنگاران و چند تا رسانه که بیان اونجا و از اونجا گزارش تهیه بکنن. متاسفانه یک دادستان اونجا همینطور که ایشون میگه آقای جیمز پاوری، ایشون بر ضد آقای کریمی پرونده تشکیل داده و اجازه ندادن که در اون دادگاه گفتن نمیتونید خبرنگار و یا گوینده کسی از نشریات و آقای شادانلو. این آقای شادانلو، این چیزی که میگید دقیقا من رو یاد کیس یا پرونده شما میندازه، یعنی به نظر میرسه که همون دادستان یا این کسی که این کار کرده احتمالا زیرمیزی کیک بک یه چیزی بهش دادن که این کار کرده، نه؟ اتفاقا همینطور است. برای اینکه آقای کریمی ایشون رو یک جایی میبینه، عکسی میگیره از این آقای جیمز پاوری که دادستانه و این عکس رو برای منم فرستاد و پخش کرد. از اون به بعد ایشون رو تهدیدش کرده بودن که اگر دنبال این خانواده ها و پولهای ربوده شده یه ایرانی باشی دادگاهیت میکنیم و همینطوره. ایشون به من میگفت این مثل همون قاضی های جمهوری اسلامی هست که حالا یا پول میگیرن رشوه میگیرن یا گوش به فرمان ولی فقیه هستن. متاسفانه به این صورت بوده و در دادگاه آخری که قرار بوده و یک کلی مدارکی فرستاده شده برای ایشون و قرار بر این شد که با خبر باشه، قبل از اون گفتن که اینو دستگیرش بکنید. همه آقای جنس پاوری، ایشون هم برای اینکه دستگیر نشه فرار کرد به امریکا. در اونجا هم طوری رفت خودشو معرفی کرد که طوری نباشه که بگن خلافی مثلا به شبه قاشق وارد امریکا شدی، خودشو معرفی کرد و که من این بلا سرم آمده در کانادا و آمده اینجا از اینجا اقدام. اونجا گرفتنشون و در بازداشت هست. الان از در بازداشت هست تقریبا دو ماه میشه. از اونجا باز با من تماس گرفت که آقا من این اتفاق برام افتاده. کدوم شهره؟ کدوم ایالته؟ کدوم شهر یا ایالته؟ اونو متاسفانه الان خاطرم نیست. الان خاطرم نیست. میپرسم حالا برشون گیره میستم. بله بله. خب مردم بیننده های ما دوستان ما چی کار میتونن انجام بدن؟ یه جایی هست که مثلا اگر صدا رو بلند کنن شکایت کنن به جایی برسه؟ پتیشنی توماری هست چی هست؟ چون من برنامه های آقای ممقانی رو هم دنبال میکنم و من به آقای ممقانی هم گفتم بعضی وقتا شما نمیتونی قانون رو در دست خودت بگیری و با وجودی که میدونی حق با شماست ولی باید یه مراحل قانونی پیدا کنی. ایشون رفت و یه مغازه‌ای که عکس خمینی رو گذاشت و اینا اعتراض کرد، پلیس آمد و گرفت و برای ایشون کلی مخارج و گفته بودن فیسبوک نمیتونی داشته باشی، با کسی تماس نمیتونی بگیری اینا، تا بالاخره جدیدن مثل این که آزاد شده. حالا من از شما خواهش میکنم با این دوستمون تماس بگیرید، شهر ایالتش ببینید کجاست، اگر این دور برا باشه خود من برم ملاقاتش، اگه جای دیگه باشه دوستی بره، چون ملاقات هم شما به این سادگی نمیتونی بری، باید اسمتو بدی، اون از اونجا بگه بله اوکیه که این بیاد ملاقات و بره
ملاقات ببینیم چه کار میتونیم بکنیم. ولی تا شما اینجا هستید من یه خبر خوشحالی، من به دوستان گفتم آقا ما یه ماهی رفتیم 22 روزی، قرار بود بیشتر از یه ماه باشه ولی زودتر برگشتم، 22 روزی رفتیم که این جنبشای قارچ نشان و اینها نگن سربی مانع پیروزی ما شده. هیچ اتفاقی نیفتاد، فقط یه اتفاق جالب افتاد، مثل که تو این چند روز بالاخره سازمان مجاهدین مجبور شده مرگ رجبی رو تایید کنه، اونم الان دوستمون آقای سعید از کالیفرنیا یه نوشته‌ای رو فرستاد که میگه مرگ مسعود رجبی پس از سالها تایید شد. دلیلش هم اینه که گویا عکس رجبی رو هم در داخل اون عکسایی که فوت شدن، کشته شدن، شهید شدن، هرچی گذاشتن و به نظر میرسه که سازمان مجاهدین بعد از اون تظاهرات آخری که آقای رشیدی بود، داوود رشیدی، الان اسمشون درست یادم نیست، من رفتم مرخصی اومدم، مغزم هنوز مرخصیه، ایشون آمده بود خطکشی کرده بود که اینا میگن 15000 نفر، شما نگاه کنید 3000 نفر هم نبودن اینها، شما نظرتون در این مورد چیه؟ اتفاقا جناب سوردی برای من همون عکسو فرستادن که در عکس مسعود رجبی هم گذاشتن بین شهدا و کشته شده ها. درسته اتفاقا چه اتفاقی افتاده که اینها این کار رو کردن؟ بالاخره بعد از سالها اعلام کردن هنوز مشخص نیست برنامه اینا، شاید هم در امریکا اتفاقاتی داره میفته و اینها میخوان مطمئن بشن و به اونها بگن که رجبی نیست و فقط مریم خانم مونده و حوزش، حالا هر کاری میخوان بکنن. ولی با این صحبت هایی که ترامپ انجام داد هم خیال آقای رضا پهلوی و اطرافیانشون راحت شد، هم مجاهدین، چون اینها قرار بر این شده که با همین آخوندها بسازن و با اینها کنار بیان و گفتن الان هم ظریف آمد اونجا، هم دارن گفتگو در عمان میکنن که بالاخره ما 40 سال اینجا هستیم و بهتر میتونیم راه بیاریم با شما و منافع شما رو داشته باشیم تا کسان دیگه، و چون هزینه جنگ هم بسیار بالاست و ریسک داره حمله به ایران، امریکا و آقای ترامپ این پشیمون شده از حمله و اون داد و بیدادی که اول میکردن و شایعه هایی که حالا با بمباران میکنه یا حمله میکنه، به نظر من همه اینها ندید این رو میده که حمله در کار نیست، چه سیرم اینها جایگزین نمیخوان بکنن و میخوان این رژیم باشه. الان موقعیتی هست که مردم ایران نشون بدن، امیدوارم در این انتخاباتی که اسفند ماه هست که ما داریم خیلی روش کار میکنیم که مردم به طور کل تحریم بکنن این برنامه رو و انتخابات و نمایش انتخابات تحریم بکنن، این نشون بده به امریکایی‌ها که مردم ایران مخالف اینها هستن و شاید تجدید نظری اینها بکنن و مردم رو راحت بذارن با. من ممنونم از شما، لطف کنید آقای شادانلو با این دوستمون تماس بگیرید، به ما خبر بدید ایشون کجاست و منم اون تلفن رو درست میکنم تا بعد بتونیم تماس بگیریم و امیدوارم بتونیم کمکی به این دوست بکنیم و از این شرایط به اصطلاح نجات پیدا کنن. شما گفتید که خانم مریم خانم مونده و حوزش، من یه یاد طنزی افتادم که گفت رجوی تنها شناگر این حوض نبوده و افراد زیادی در این حوض هستن. من از شما ممنونم. دوستان عزیز، با آقای جهان شادانلو هستیم و ایشون برنامه های مختلفی در تلویزیون های مختلف داشتن، اسم ایشون در فیسبوک هست، من صفحه ایشون رو هم نشون میدم، توی صفحه فیسبوک می نویسن جهان شادانلو و اونجا با ایشون در تماس باشید. یکی از فعالینی که در 40 سال گذشته، حتی قبل از 40 سال فعال بودن و من این افتخار داشتم که در فرانسه یکی دو روز با ایشون باشم. خیلی ممنون آقای شادانلو، پس با هم تماس میگیریم تا بتونیم این دوستمون هم در این برنامه صحبت کنیم. ممنون از شما و بینندگان محترم. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. اوقات خوش، مرسی. خب دوستان عزیز ببخشید، بعضی وقتا این تکنیک جدید، من دیروز یه جایی کار میکردم، چون شماره و اینها رو دادم به آقای شادانلو که به این دوستمون بده و فکر نمیکردم همون موقع ایشون زنگ بزنه، دو بار یه نفر زنگ زد، دیدم اینجوری، زدم بلاک. حالا امروز هرچی میخوام اینو از بلاک در بیارم، چون شماره پاک شده
باید بریم توی اون اوضاع و احوال. و اما این یه عکس دیگه، یه همون خبری که میگه مرگ مسعود رجوی پس از سالها تایید شد، راز مخفی نگه داشتن مرگ رجوی و گاف شاهزاده سعودی که این 31 تیر 1398 همین امروز نوشته شده. میدونید که یکی دو سال پیش بود که این شاهزاده به اصطلاح سعودی آمد در یکی از این برنامه‌هایی که مجاهدین فیل هوا میکنن در فرانسه و اونجا اعلام کرد که خانم نمیدونم چی میگفتن محجب مریم رجوی، این آقای رجوی که فوت کرده دیگه، بیا و با ما بعضان باش. و اینایی که اونجا هستن مثل ربات، مثل آدم آهنی شروع کردن دست زدن. این دوباره دست زدن اینا رو قطع کرد، گفت احمقا من میگم رجوی مرده، مرحوم. بعد اینا گفتن نه، در زبان عربی هر کسی میخواد به یکی احترام بذاره میگه مرحوم. گفتیم خب از این به بعد ما میگیم مرحوم مریم رجوی، مرحوم ابریشمچی، مرحوم این، مرحوم اون. خب آقای فیلابی، اگه ما گفتیم مرحوم فیلابی واقعا درسته؟ نکنید آقا، نسازید. والا شما از السید هم بدتر کردی. السید اقلا مردش رو بستن رو عصب، اقلا وجودش چی میگن بدنش اونجا وجود داشت. در صورت مثل که فاتحه رجوی هم باید خونده بشه و شب جمعه براش حلوا درست کنیم. دوستان عزیز، برگردیم به یک ماجرای دیگه ای که در آلمان برای من اتفاق افتاد. میدونی من سال قبلم گفتم یه سفری میرم و نشد دیگه، و توی اون به اصطلاح سفر هم قرار بود با آقای رضا زرابی یه دیدار و گفتگوی داشته باشم. و جالبه وقتی ما اعلام کردیم که ممکنه بریم و با دوستان در تماس باشیم، یکی من گفت آقا با این رضا زرابی یه وقت ملاقات نکنی. یا گفتیم چرا؟ گفت این آقا چیزه، این آدم های فعال رو میبره و چی ترور میکنه. گفتیم خب دو تا حسن داره، ما نه فعال هستیم نه اهل ترور شدن هستیم، بادم جون بهم آفت نداره. ولی یه چیزی من به شما بگم، بعضی وقتا دیدید یه افرادی رو بدون اینکه شما ببینید یه احساس خوبی دارید نسبت بهشون. این رضا زرابی که یه مدت هم اسمشو کرد کوروش، بعد گفت آقا هیچ کس به غیر از مادرم و یکی دو تا دوستام نگفتن کوروش. بعدم من دیدم آقا من رضا هستم، من رضا وقتی دنیا اومدم پدر مادرم اسمم گذاشتن رضا، خودم الان رضا هستم به این اسم و اینا. خلاصه همون رضا زرابی. ما روزی که رسیدیم آلمان فرانکفورت، نه دفعه اولش که مونیخ بودم، روزی که رسیدیم اونجا و ایشون تماس گرفتیم از طریق فیسبوک که آقا یه همچین برنامه‌ای هست امروز پنج شنبه در فلان میدان، و چون آدرسش هم بلد نبودم با آقای ایران بومی گفتم آدرس برای ایشون بفرست، و ایشون هم لطف کرده بود پیغام گذاشته بود که من ساعت 6 میرسم. چون برنامه‌های اونجا سر نظم و ترتیب و اینا هست و هر یه ساعتی ممکنه یه نفر بیاد اونجا تظاهرات، برنامه سر ساعت اجرا شد به نحو احسن، و وقتی که همه داشتن میرفتن خداحافظی میکردن آقای زرابی آمد و لطف کرده بود دست گلی هم برای آقای ایران بومی آورده بود که من به نوبه خودم ممنون و متشکرم. و با هم چند ساعتی صحبت کردیم و چند ساعتی با هم بودیم، و من بیشتر از این شخص خوشم اومد. کسی که اگر تو زندگیش مشکلی بوده، اشکالی بوده، به خاطر جوونی، به خاطر دور بودن از اون شرایط ایران اشتباهی انجام شده، کار خلافی انجام داده، با شجاعت و شهامت میاد جلو میگه من این کار رو انجام دادم، این کار غلط بوده، اشتباه بوده، بابتش زندان رفتم، بابتش دستگیر شدم، بابتش شرایط زندگیم عوض شده و اینها، ولی امیدوارم کارش درست بشه، هرچی که آرزوش هست بهش برسه. و من این چند ساعتی که اونجا بودم از مصاحبت ایشون بسیار لذت بردم، و قرار بود شب بعدش هم یا شب بعدش بهش زنگ زدم گفتم بیا بریم بیرون، گفت امشب من کار دارم، فردا شب. فردا شب میشد یعنی یک شنبه شب، یادم رفته روزا، یا شادم شنبه شب شنبه شب بنده مجبور شدم مسافرت رو کوتاه کنم و بیام، به دلیل اینکه یک کار ویدیویی داشتیم که داده بودیم به یه نفر انجام بده، اونم براش کار پیش آمده بود، خانمش بیمارستان بود، ما مجبور شد بیایم اینجا و آمدیم. و برای آقای رضا زرابی هم نوشتیم که ما آمدیم آمریکا و سفری که قرار بود مثلا 16 روز آلمان باشم شد 2 روز. من پنج شنبه رسیدم، شنبه حرکت کردم، یعنی شد 2 روز و 4 ساعت.
در صورت اون چه مهمه، من اینجا هستم، شما اینجا هستین، و باور کنید اونایی که نیستن خیلی میس میکنن. یادتونه من قبل از اینکه برم سفر آمدم گفتم تو رو خدا این جنبشای الکی رو درست نکنید. حالا خانم دکتر زانوسی میاد میگه شما $10 بده من روغن و برنج میدم به گرسنه‌ها. آدم نگاه میکنه میبینه بالاخره این یه کار عملیه. حالا یکی آمده بود گفته بود که من یه سری عروسک از این ور و اون ور جمع کردم، شما اگه میخواین برین ایران بدم به شما، ببرید بدید به بچه ها. فکر کنید یه بچه‌ای پای برهنه لباس نداره گرسنه است، من شما برین یه عروسک بدیم دستش. بچه هر قدم خوشحال بشه از داشتن عروسک، اگر یکم بفهمه اون عروسک رو میزنه تو سر من و شما، میگه مردشور خودتو ببره با این عروسک. تازه این روزا شما تو فرودگاه که میرسی بهت میگه چمدون مال خودته، میگی بله، میگه ممدون مال چه، خلاصه کی بستتش؟ آقا خودم بستم، کسی چیزی بهت نداده؟ نه آقا. نمیدونم، فکر کنید وایسادید تو فرودگاه، این آقای نادان که تو همین واشنگتن هم هست میاد با چند تا عروسک عروسکار میده به شما، شما میری، بعدن فردا توش مواد باشه، بعدن فردا توش وسائل نمیدونم چیزی باشه که تحریمه. شما دو تا انتخاب دارید، دو تا گزینه دارید، یا اینجایی که میخواین سوار هواپیما بشید به اینا بگید که آقا این عروسک ها مال من نیست، یه کسی رو که نمیشناسم آمده اینجوری اون حماقت کرده، منم حماقتشو کامل کردم گذاشتم تو چمدون. چه کار میکنن با شما؟ اونجا میریزن همه چیزها رو شما رو بیرون، این عروسک ها رو پاره میکنن ببینن داخلش چیزی هست یا نه. ما رفتیم آلمان، برگشتیم، این آقا برای من نامه نوشته که آهان من تو رو میشناسم، تو زمانی هم که در تلویزیون رنگارنگ بودی فحاشی میکردی. گفتم ببین احمق، این اصلا ربطی به فحاشی نداره، ضمناً شما برو برنامه های منو بیار ببین، اگه کسی فحاشی کرده بندم بهش اون موقع فحش دادم، برای که میگم آقا تو به سنگم اگه فحش بدی سنگ جوابت میده، به کوه آواز خوش ده تا خوش آید. شما برو یه جایی بگو، بعد اون میگه بعد 7 بارم بهت میگه. ولی احمق جون من دارم یه مشکل اجتماعی رو برای تو باز میکنم، بهت میگم این جنبشای شب نشستی عرق خوردی $100 گذاشتی تو خشتک رقاص عربی، ولی حاضر نیستی $10 بدی که برنج و روغن بخرن برای یه خانواده ایرانی. این لوسبازی ها چیه؟ یکی عروسک نمیدونم میخواد بفرسته ایران فلان، تازه اونم ببخشید اون وقتا میگفتن فلانی میخواد با چیز فلانی داماد بشه. شما میخواید طرفی که میخواد بره مسافرت، این روزا که میگه ساکت انقدر باشه، دوتا نمیتونی باشی یکی باشه، نمیدونم خودت انقدر باشی، حالا بیان عروسک برای تو ببرن ایران، آخه احمق حماقت تا کی؟ خلاص اینم نامه نوشته. و اما مونیخ بهتون نشون بدم چند تا عکس، بعد برسیم به ترکیه. میدونید که میگن ترکیه جاییه که شرق و غرب ملاقات میکنه. حالا ماجراش چیه؟ شما اگه تو نقشه نگاه کنید این دریایی که بین ترکیه هست، این ورش آسیا، این ورش اروپاه، یعنی و یه جایی توی استانبول که شما میری سوار اون قایق یا کشتی میشی میری، اصلا میبینی که اینایی که این ور زندگی میکنن واقعا شرقی، این ور اروپاییه. اصلا یه شهری این ورش شرقیه اون ورش اروپاییه، این ورش بیشتر مسلمان ها و محجبه و اینها هستن، کثیف‌تر اون ورش تمیز و اینها بماند. حالا در این مورد هم صحبت میکنیم، شما هم اگه موردی به اصطلاح به نظرتون رسید بگید با هم صحبت میکنیم. و ممنونم، یکی از دوستان نوشته بود آقا شما که رفتی من احساس کردم که اون شعر است، شعر افغانی قشنگی بود میخون، شهر خالی، کوچه خالی، سفره خالی و اینها. اگه کسی داره لینکشو بفرسه، همینه بنویسید شهر خالی، کوچه خالی، سفره خالی. یه دختر خانم جوانی بود یه شعری میخون، این دوستمون نوشته بود شما که رفتی من یاد اون شعر افتادم، ممنون و متشکرم. ولی دوستان این یاد افتادن و شما سوربی رفتی و نمیدونم من فکر کردم یتیم شدم و اینا فایده نداره، مخصوصا الان که من آمدم این آقای خوشنودی گفت همون سوربی چی سوغات آوردی؟ گفتم یه مشت بدهکاری،
از این کاغذهای کردیت کارت و اینا دیدید که دیگه خارج هم که میرین کردیت کارت قبول میکنن، هی شما میگی آسونتر خرج کردنش، دیگه برای خودت بودجه یا باجت یا حد و مرزی تعیین نمیکنی. خلاصه گفتم یه مش بدهکاری به کردیت کارت، خندید گفت آقا پس من رفتم. گفته بود چه چیزی سوغاتی آورده بودی؟ گفتم اینها. الان موقع حمایت از تلویزیون مردم هست، امروز 31 تیر ماه 1398 هست، اولین ماه تابستان گذشت، فردا میشه دومین ماه مرداد. فکر کنم مرداد فصل خورما پزونه رطب و اینها. و اما گفتم بهتون این تسک چی ما این زیر رفته اینجوری عمود شده، حالا نمیدونم به چی دست زدم، چه چیزی رو کلیک کردم و امروز فهمیدم که وقتی مثلا 3 هفته شما نیستی، خب 3 هفته من 3 برنامه یعنی 9 برنامه اجرا نکردم. مغز آدم اینجوری با تنبل بشه یادش میره. مانیتور پایین گذاشته بودم، یادم نبود که من باید این مانیتور رو هم بیارم بالا. هی میگم خدایا اون برنامه دیگر رو کجا باز کنم؟ بعدم گفتم بابا سوبر بی یکمی چیز کن دیگه، حالا اینقدرم پیر نشدی. بمانه رجبی مرد، قصه خلاص. شاه مرد، رجبی مرد، خمینی مرد، شما زنده هستی، من زنده هستم. اگه میخواین کاری بکنید باید کاری انجام بدید با برنامه. یه مردک دیوانه آمده بود با این آقای ممقانی صحبت میکرد و میگو ما برنامه داریم. آقای ممقانی میگو آقا خب برنامه شما چی میگونه؟ شما میگم که و اینا رو هر روز شما تو تلویزیون‌های مختلف می‌بینید. حالا دیگه قربونش برم یه تلویزیونم از اسرائیل آمده نمی‌دونم. خلاص اوضاع خیلی خرابه. ممنونم از آقای بها ابهری که نوشته بود این افرادی رو که خودشون مستقل هستن، برنامه گذار هستن، سال‌های سال همه سختی‌ها، دشواری‌ها، به اصطلاح تهمت‌ها، توهین‌ها رو تحمل کردن، اینها رو حمایت کنید، قدر اینها رو بدونید. اونایی که شما تلویزیون من و تو هیچ وقت باور میکنی که بودجش از پنتاگون بیاد، حتما میگید سوربی این آبجوهای آلمان خورده دیوانه شده هنوز مست. برید حرف حسن اعتمادی که هم خودش بنیانگذار تلویزیون من و تو بوده، هم دختر و پسرش فکر کنم هنوزم کار میکنن، برید گوش کنید. حسن اعتمادی، کسی که با این آخوندک اسماعیل نوری علا میپره این بر اون بر، ببینید اینا چجوری رفتن پول از پنتاگون گرفتن. و شما به من بگو پول از پنتاگون، پنتاگون به وزارت دفاع و وزارت جنگ که الان اینا اسم عوض کردن میره، چه کار داره به وزارت امور خارجه؟ چه کار داره به پروپاگاندا؟ چه کار داره به تبلیغ؟ از این ور وایس آف امریکا رو ما داریم، از اون ور رادیو فردا رو داریم. احتیاج ندارن به کسی پول بدن، ولی پولا رو اینجوری میچرخونن، افراد رو اینجوری میارن بالا و پایین که من شما نفهمیم کجا به کجاست، نقل کجاست. و اما ببرم چند تا عکس بهتون نشون بدم، چند تا توضیح بدم و ببینیم که چه گذشت. البته عکس‌ها اینقدر زیاده. یه چیز دیگه که من یاد نگرفتم، آقا ما میایم این تلفن آیفون رو وصل می‌کنیم به کامپیوتر، میریم به عنوان یک گجتی میزنیم، بعضی وقتا یه فولدر هست، یه پوشه هست، بعضی وقتا 2 تا 3 تا هست اگه عکس زیاد گرفته باشیم، همه اینا رو منتقل میکنیم میاریم تو کامپیوترمون. یعنی دیگه چیزی تو این نباد باشه، برکه میگردیم دوباره یه سریش تو اونجاست، اینجا نیومده. کسی میتونه اینو درس بده به ما، یاد بده چجوری ما این کار انجام بدیم؟ حتی با اون پروگرام آیتیون انجام بدم که مال کامپیوترهای مک و چیز هست، اپل و اینها هست، بازم اینجوری نشده. و اما بیایم اینجا، میدونید که ما برنامه‌هایی رو در تلویزیون مردم داشتیم و داریم به نام پناهجویان رو دریابیم و توی این برنامه‌ها سعی می‌کنیم افرادی که صداشون اینور اونور در گلو خفه شده و کسی به اینا وقت نمیده صحبت کنن، ما صدای اینها رو به گوش شما برسونیم. یکی از افتخارهای من اینه که فکر کنم تا امروز 100 نفر حداقل قبول شدن این ور اون ور، از پناهجویی شرایطشون عوض شده و امروز به اصطلاح پناهنده هستن. خب حالا یکی از اینا آقای وحید محمدی هست که لطف کرده نوشته که با سلام و درود
آقای سوربی، من سال گذشته شما لطف کردید وقت دادید و من و دوستم آقای آزاد آزاده در برنامه شما مصاحبه کردیم و میخواستم تشکر کنم، چون بعد از سالها دربدری که در عراق در سازمان مجاهدین بعد ترکیه و اروپا در کشور سوئد قبول شدم. امیدوارم همیشه موفق و پاینده باشید. ممنون از زحمات شما. همچنین تشکری دارم از کانون آوا که همیشه برای همه ما جدا شدگان زحمت میکشم. میخواستم در صورت امکان در برنامه‌ای که دارین این پیام رو بخونید. ممنونم. ما خوندیم، ممنونم هستیم از شما. چرا ممنونیم؟ بعضیا وقتی کارشون درست میشه یا به قول معروف به زبان عامیانه خرشون از پل میگذره، دیگه پشت سرشون رو نگاه نمیکنن. بعضیا از اون بدتر پولرم خراب میکنن که نفر بعدی نیاد. افرادی مثل شما انسانهای خوبی هستن که میان از افرادی که کمکشون کردن اینا تشکر میکنن. و اما باز بریم در سفر، یه دفعه بهتون گفتم یکی از این کلاسایی که میذارن برای شراب و شراب خوردن اینا، ما رفته بودیم، طرف گفت شما بهترین شرابو چی میدونید؟ اون یکی گفت شراب فلانی بطر 180 دلار، اون یکی گفت شراب فلانی بطر 12000 دلار، اون گفت شرابی که سرتاش کرده باشن بعد از چند سال فلان اینا. گفت نه آقا، شرابی بهترین شرابه که شما وقتی میخوری کیف کنی، حال کنی. حالا این نوشته چی؟ براتون نشون میدم، یک لحظه صبر کنید. و یادم اومد اولین برنامه که در آلمان پخش کردم و دیگه پخش نکردم رو هم بهتون نشون میدم. اینجا نوشته که The best wines are the ones we drink with friends. میگه شرابهای خوب، بهترین شرابها شرابهایی هستن که ما با دوستانمون می نوشیم. حالا شما ممکنه 8 دلار 10 دلار داده باشی یه شراب، ولی یک امبیانس، یک اتمسفر، یک جو و فضای خوب با دوستان خوب باشه، اون شراب 8 دلاری والا از یه میدونم بطر کنیاک 12000 دلاری هم ممکنه بهتر باشه. این از این. برگردیم به استودیوی جهانی مردم تیوی. و اما گرما در اروپا، در ترکیه، در آمریکا بیداد میکرد تا امروز. امروز یکم هوا اینجا خوب شده، ولی نمیدونم در آلمان و در ترکیه و اینها چه خبره. اگه دوستان اونجا هستن به ما خبر بدن. و میدونید اولین چیزی که آسیب میبینه تو گرما پلاستیکه. حالا اینو با هم نگاه کنیم. از طرف اینجا بالا راست این چراغ راهنمایی، و بعضیا بهش چراغ قرمز میگن. بابا چراغ قرمز نیست، ما شیرازی‌ها بیشتر بهش میگیم چراغ قرمز. چراغ راهنماییه، یه وقت قرمزه، یه وقت سبزه، یه وقت زرده. از چراغ راهنمایی گرفته تا اینجا بهش میگن کون. کون همین مثل قیف بستنی، قیف‌هایی که میذارن برای که مردم مواظب باشن. ببینید اولا این چراغ راهنمایی که سمت چپ مشکیه چجوری آب شده، این کن یا این قیفی که گذاشتن اینجا چگونه خم شده آمده پایین. و اینجا نوشته heat waves in Europe all plastic melted. میگه گرمای شدید در اروپا باعث شد که پلاستیک ها ملت شدن، یعنی آب شدن. و اینجا یه پنکه رو نشون داده. البته دوستان حالا خوب شد این پنکه هایی که اینجوری میشه، اینا برای ایندور هست، برای داخله، و جنسش از یه جنس فیبره، فایبر، مقوان. اینا برای خارج چیز نیست، برای بیرون از خونه نیست. دیدم این اشتباه رو میکنن تو فلوریدا و این ور و اینا رو میذارن چون ارزونه 35 دلار 40 دلاره. بعد یه مدتی اینا رطوبت به خودش میگیره و مثل این میمونه که شما کاغذ یا مقوا رو انداخته باشید توی آب و اینجوری خم میشه. این کاری به پلاستیک نداره. اتفاقا فکر کنم اگر پلاستیک کامل بود صاف وای میسا. ولی از همه اینها خنده دارتر این سینه های این خانومه که احتمالاً پلاستیک بوده و توی این ماجرا اینجوری آب شده. اگر تصویرشو نمیبینید من براتون یه بار دیگه این تنها قسمت رو بذارم که اینجوری. بله مواظب باشین این سینه های پلاستیکی. بله در اصل باز برگردین خیلی برنامه سکسی نشه.
آقای زمانیان میگه شما نبودید این ترامپ نفس راحتی میکشید. نه آقا منم نباشم اون چهار نماینده مجلس اون خانوما آمدند و پدر اینو در آوردن و این مردک نادان گفت اگه اینجا رو دوست ندارید برید. اینا چه گفتن ما اینجا رو دوست نداریم؟ اینا میگن با سیاست‌های غلط تو ما مخالفیم. بذارید ببینم یکم فکر کنید چه کسی در تاریخی که من و شما شاهدش بودیم همچین حرفی زد؟ شاه بود. شاه گفت اگه نمیخواین بیان برین. فقط آدمای احمق خودخواه دیکتاتور هستن که این حرفو میزنن. چون اگه شما دیکتاتور نباشی میگی اولا این حق داره حرفشو بزنه، مخصوصا تو آمریکا طبق متمم شماره یک قانون اساسی حق داره freedom of speech freedom of expression حرفشو بزنه. این یک. دوم میگی بابا شاید درست میگه، با یکی صحبت کنیم ببینیم این درست میگه یا نه. اگه درست نمیگه میگی نه درست نمیگه، برو دنبال کاره. نمیگی به طرف بیا برو که اونا هم بگن احمق، ما سبتمون آمریکا دنیا اومدیم، ما آمریکایی هستیم، کجا بریم خونمون. یکیشم بگه سالها زودتر از همسر تو من سیتیزن شدم. و اگه یکی به همسر تو که برای پول اومده زن تو شده، برای پول با یک کثافتی مثل تو میخوابه، بگه برگرد برو کشورش بعد از اینکه الان سیتیزن شده، جرمه. شما اگه یه جایی کار میکنید یه نفر بهتون بگه go back to your country go back where you came from، برو اونجایی که ازش اومدی فلان اینا، این جرم قانونیه. وقتی مردک اینجوری میگه طرفدارای احمقش که بی سواد هستن اونام داد میزنن در نورت کارولینا، کارولینا شمالی که اون موقعیاتونه داد میزدن چی بود نمیدونم دستگیر کن فلان، حالا میگه که send her back یعنی بفرستش بره. این هم دارن آماده میشن برای 20-20. اون وقت این وسط آقای شادانلو هم الان گفت دیگه ترامپ مونده که چه کار کنه با ایران. یه روز میگه میرم میزنم میگیرم دستگیر میکنم، فردا میگه اینجوری. ضمناً دوستان آقای ظریف تو نیویورک وقتی آمد سناتور رامپال رفت باهاش مصاحبه کرده، اگه کسی گفتگوی اینها مصاحبه اینها جای درس کرده چی بوده، و این اول با ترامپ صحبت کرد، گفت من برم صحبت کنم. یعنی همون ماجرایی که روحان خاتمی با کلینتون داشت، همون ماجرایی که این ظریف مریف اینا تو کشورهای دیگه داشتن، عمان می اومد به اصطلاح وساطت میکرد، اینا الان به راه. تنها دو گروه هستن که امیدشون به این ترامپه که بره بزنه و بگیره و اینا، کلید شهر رو به دست اینا. دوباره با هم بگید همتون کی؟ مجاهدین نادان که رهبرشون سالها مرده، خفقون گرفتن صداشون در نیومد، و شاه اللهیایی که خود رهبرشون میگه من که شاه نیستم، من شما هرچی گفتی میشم، اگه گفتی باشه امام جمعه امامم دارم میام، میگم مادرم هم سیده براتون نماز جمعه میخونم، اگه گفتی باشه مردشور میرم مردشور میشم، گفتی باشه نانوا میرم نانوا میشم. این مردک که بهش میگن پیرمرد سفید مو، پیرمرد سفید مو، نه کودک سفید مو، ببخشید بهش میگن کودک سفید مو، بعد از 60 سال الان فکر کنم 60 سال 59 سالشه هنوز نمیدونه میخواد چی کار کنه. آقا یکی به شما میگه شما چی کار هستی؟ آقا سعید شما چی کار هستی؟ میگه من کارهای کامپیوتر آموزش پرورش انجام میدم. آقای پتیک شما چی کار هستی؟ من کارهای تعمیراتی منازل رو انجام میدم. آقای زمانیان شما چی کار هستی؟ من تابلوساز هستم، نویسنده هستم، هنرمند هستم. آقای رضا پهلوی شما چی کار هستی؟ من مفتخور هستم. بماند. ممنونم از دوستانی که اون چیزا رو فرستادن اینها، و همونجوری که گفتم ایشون نوشته عکس مسعود رجوی در کنار مردگان مجاهدین در فرانسه هفته قبل. خب پس این رفتن و آمدن ما بالاخره مهم بود، یه چیزایی رو برای شماها روشن کرد. و اما این عکسیه که من تا رسیدم استانبول از چیز گرفتم، از توی فرودگاه. میدونید که این کباب ترکی خیلی معروف. حالا ترکا بهش میگن دونر کباب، یونانیا بهش میگن جایرو، البته خودشون میگن هیرو، یا میگن اگه گفتی جایرو ناراحت میشن، ولی این من تا رفتم اینو دیدم و عکس گرفتم. حالا بیان اینجا ببینیم عکس بعدی چی میگه.
براتون خیلی عکس دارم، فقط باید یاد بگیرم چی. آها، آمدم و رفتم مونیخ. اوکی، مونیخ اینو دیدم و برای من خیلی جالب بود. خب ما تو آلمان که بودیم این دوستان ترک رو دیده بودیم، کافه هاشون رو دیده بودیم، رستوران هاشون رو دیده بودیم و میدونستیم که اینها از بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل اینکه نفرات مرد کارگر در آلمان کم شده بود، دولت آلمان اینها رو تشویق و ترغیب و خرج و اینها آورده بود که تو کارخونه های مهم کار کنن، اینا اونجا زن و بچه و اینها. ولی حالا شما نگاه کنید، تاکوز، نه کاکوی شیرازی ها، تاکو، بوریتو، کافی و نمیدونم کرافت بین و اینها و کرافت بیر، اونجا نمیگن بیر، میگن بیر، و تابلو اسپانیش اونجا بود. این در مرکز شهر مونیخ بود. حالا و اینم جالبه، اینم چون ترکا توی آلمان حقیقتا حق آب و گل دارن، آلمان رو اینها ساختن، زحمت کشیدن در کارخونهاشون اینها، و وقتی من آلمان بودم حتی یه طرحی بود که به اینا پول بدن اینا برگردن برن ترکیه، ولی خیلی هاشون گفتن آقا ما برمیگردیم، بچه های ما چه کار میکنن. بله، خب این مای رفیعی هم که احتمالا شاه اللهیه و اینا مجاهدن، اینا که الان باباشون مرده یتیم شدن دادشون در اومده. ولی خیلی خوشحالم که اینجا هستید، چون من مدتها بهتون گفتم بیچاره ها وقتی که گندش بالا آمد چه کار میکنید، و میبینیم که امروز دوستان نگاه کنید، نگاه کنید این حیف کلمه خانم، حیف کلمه آقا، ببینید که چه افرادی اینجا دارن مینسن و من پاکش نمی کنم که شما اینا رو بشناسید. ولی بیخیال، اونا رو ول کنید بیام سراغ آقا مصطفی. مصطفی اینجا کباب فروشی داره در شهر مونیخ و ببینید چه صفی. این هنوز نهار بازار و اینها هم نبود و اینجوریه دیگه. بالاخره این نشون میده که دنیا از اون حالت مرز و کشور و خط و اینها رفته بیرون و همه دنیا تبدیل شده به یک دهکده جهانی که شما آزادی هر جا میخوای بری بیای. وقت توی این دهکده جهانی یه فرد احمقی مثل ترامپ، یه شارلاتانی میاد این قانونا رو میذاره که این که مکزیکیه نیاد اینجا، اون یکی که نمیدونم آلمانیه، بابا طرف وکیله، طرف دفتر وکالت داره، طرف 40 سال تو آلمان داره زندگی میکنه، بارها آمده آمریکا، حاضر نیست اینجا زندگی کنه، میره آلمان. حالا پسرش از بعد روزگار تصادف کرده اینجا فوت شده، کشته شده، رفته، میگه آقا من 3 روز ویزا میخوام که بیام مراسم خاک سپاری و به خاک سپردنش بدون حضور پدرش. واقعا ننگ بر این سیستم باد که با رو دوش خارجی ها این مملکت ساخته شده، رو دوش خارجی ها. زمین اینا چون میگن مزدور، یکی ازشون، بله خیلی ممنون آقای زرابی، میگه که محبوبه رفیعی شاولای نیست، حتما مجاهده. بالاخره ببخشید من اینو میگم، آقای رضا زرابی، با یه دوست صحبت میکردم گفت این رضا زرابی رو چگونه دیدی؟ گفتم آدم بسیار خوبیه، تنها چیزی که من باهاش اشکال دارم اینه که هنوز طرفدار رضا پهلوی و فرای پهلوی دیوان. گفت که من فکر میکنم این خودش میدونه، ولی میگه تنها جوری که من میتونم نمیدونم این ور اون ور چیز کنم فعلا همینه، و به زودی میاد میگه. من کاری ندارم، در اصل اون چه برای من مهمه، اول برنامه هم گفتم اینه که من از دور با شما یه صمیمیت خاصی تو میدیدم. وقتی آمدم اونجا ارادت من به شما چند برابر شد. وقتی که دیدم با اون عجله، با وجودی که مادرت داره میاد از فرودگاه، با وجودی که نزدیک تولدش هست و اینها، آمدی و در اون برنامه شرکت کردی و بعدم وایسادی با ما و اینا. ضمناً از خانم مریخ ممنونم، متشکرم که آمد و با وجود مخالفت با من، مخالفت با رضا زرابی، نشستیم و یکی دو ساعت با هم صحبت کردیم. ای کاش که من میموندم اونجا و چیز میکردم. این خانم رفیعی اسمشه، میگه آبرو شیرازی ها رو بردی، بچه گود خزینه. همینجا بیا شما یه صحبتی داشته باشیم. یعنی چی؟ اولا من بچه درشیخم، حالا من گیرم بچه گود خزینه باشم،
یعنی چی؟ اگه یه نفر بچه گود خزینه است اونجا دنیا اومده، این تو مرام شما آدم نیست. شما بچه کجا هستی؟ شما بگو بچه کجای شیرازی، تو من بگم از کدوم ده چه زمانی آمدید و باباتون اونجا خونه خرید. برو زنی که ای احمق که احتمالاً مجاهد هستی، برو به کارت برس. بله رضا زرابی داشته باش. این آقا علیرضا پرچم هر کیه داره تهدید میکنه. آقای زرابی شما میتونی به فیسبوک خبر بدی که این داره تهدید میکنه و اونا با یه پشتگردنی میندازنش بیرون. منم بعد از برنامه حسابش رو کف دستش میذارم، ولی بذار اینا بیان بیرون. من و شما مثل آب هستیم که میریزیم تو سوراخ اینا، اینا میان بیرون. اینا یتیم شدن، اینا باباشون مرده، مادرشون یه مردک دیگه ای رو آورده گفته این باباتونه فعلا، این نمیدونم صدام حسین باباتونه، این شاه پادشاه عربستان سعودی باباتونه، بعد بالاخره پسر بزرگ شد اومد تو کوچه مدرسه، بچه‌ها بهش گفتن آقا بابات اون مردک بود که مرد، رجبی مرد، قصه خلاص. حالا شما مثل گندم برشته هی بپر بالا هی بپر پایین. زمین این گود خزینه کجا است؟ خب قرقونی چیه؟ آها بسیجی ها و سپاهی ها از اونجا هستن. خب خاک بر سر شاه، اگه میدونست یه جایی هست به نام گود خزینه و بسیجی ها و سپاهی ها دارن از اونجا ریشه میگیرن، خب چرا این احمق پول خرج نکرد اونجا رو نساخت، عوض نکرد، این ملت رو برای خودش نگه نداشت؟ بیان جلو، بیان حرف بزنید تا مردم شما رو بشناسن. وقت برات ندارم، این اولین برنامه است، مهمتر از اینه که وقتم با شما بذارم. بریم عکسای آلمان و ترکیه رو بهتون نشون بدم تا بعد. اینم باز یه عکس دیگه از این مغازه مصطفی و بعدی ببینم چیه. بله این هم، آها یه چیز دیگه که برام مهم بود، همینجور که راه میرفتم دنبال اون جایی میگشتم که خیلی معروفه و اتفاقا تو لاس وگاس هم یکیش هست که آبجوهای بزرگ داره و خیلی از لحاظ سوسیس و این چیزها مشهوره، رسیدم به اینجا و میدونید دیگه این روزا اسم اونجا رو میزنید، این تلفن دستیتون شما رو راه میبره تا اونجا، فقط جی پی اسش برای ماشین و اینها نیست. خب ببینید دوستان معرفت این خانم رو، میگه احمق توی گوساله. حالا همینا تو مهمونی ها درود ورود میگن به هم دیگه، همینا سپاسگزارم کدبان، اینا رو بشناسید، اینا من کسی هستم که 20 سال اینا رو آوردم بیرون، چهره اصلیشون رو به شما نشون میدم. اتفاقا دیدم این آقای ممقانی وقتی صحبت میکنه میخواستم بهش بگم آقا راحت صحبت کن، تو دوربینو گرفتی دست خودت بعد میگی ما امروز اینجا هستیم تا آقای ناصر ممقانی از دادگاه بیام، بگه آقا من ناصر ممقانی هم امروز آمدم اینجا دم دادگاه، بعد دوربین میدی دست خانم ولایت. و این بازی ها دیگه قدیمی شده، این بازی ها مال موقعی بود که تلویزیون اینها همش دروغ بود، تلویزیون اینها این روزا شده حقیقت. این برنامه رضا زرابی رو نگاه کنید، میاد میشینه گاهی وقتی میوهشو میاره، گاهی وقتی مشروبشو میاره، میشینه همونجا میخوره، با مردم از دل سخن میگه، سخن که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند. این دوستانی هم که میبینی اینجوری ناراحتن از من، برای که سخن من به دلشون میزنه. حالا به جای اینکه آرام بخش باشه مثل چاقو بهشون میخوره. نگاه کنید اینجا نوشته فروشگاه آسیا، یادم میاد ما هم اینجا یه فروشگاه آسیا داشتیم، این بغلش نوشته شیشا ورد، این شیشا، هوکا، قلیان اینا تو زبانهای مختلف، این همون مغازه، این یکی اینوری رو میگم، این یکی مغازه قلیون فروشی و اینهاست، این یکی هم که مغازه مواد غذایی و اشته افغانی و ایرانی و عربی و اینها. و دیدم که در این 30 چند سالی که من آلمان نبودم چگونه آلمان تغییر کرده، یعنی دیگه الان، اون وقتا یه فروشگاه یا پارس بود چی بود ایرانی بود تو همون خیابون کایزرشتراسه، یا آقای بود میگفتن خلبانه، ولی الان هر جا بری، اتفاقا رفتیم با آقای ایران بومی یه مغازه‌ای که اون آقا هم شیرازیه و چه خوراکای خوشمزه‌ای، چه صبحونه خوشمزه‌ای، چه حتی عکس قرمه سبزی هم دیدم، اگه مونده بودم زورم اونجا میرفتم سراغش برای قرمه سبزی. بله میگه آی سوری قرار بود سری به برلین بزنی، اذیت نکن، قرار نبود، گفتم دفعه قبل آمدم برلین، برلین شهر زیبایی است، بعد به شما گفتم اگه موندم و بر حسب تصادف، بعضیا میگن بر حسب تصادف آمدم برلین، حتما با شما تماس میگیرم. حالا اینو بهت بگم، من قرار بوده تا آگست، یعنی تا 3 آگست آلمان باشم، 20
چون من از اونجا اومدم بیرون، یعنی یه 10 روز یه 3 روز 13 روز من طلبکارم از شما آلمانیا و چقدرم پول جریمه دادم تا زودتر برگردم. خب اینم این. بله میگه که آهان علیرضا پرچم این یکی از بنگیای ترابیه، میگه درد و بلای جناب تراب شیرازی. خب امیدوارم هرچی درد و بلا داره ترابی، اولا شما اینجا نشون دادی که ترابی آدم مریضیه، پر از درد و بلا است، این یک. دوم به شما بخوره، مگه شما نمیگید طرفدارش هستید هوادارش هستید؟ ولی خیلی خوشم بیاد که شماها رو من زدم. این دیدین اینا که میرن طب سوزنی، این سوزنه رو اینجوری یواش یواش فشار میده، ولی وقتی اون برق وصل میکنه بهش شما رو میلرزونه. این سربی همون برقیه که با اون سوزن زده به نخاعتون. مواظب خودتون باشید. بریم سراغ عکس ها و ببینیم که در این کجا گفتم مونیخ زیبا چه میگذره. بابا این آدم باید به این آخوندان نشون بده بذار مردم آزاد باشن، بذار مردم برن تفریح، اون پول بسازه، اون پول خرج کنه، اون خوش باشه. دیدم تو ترکیه این ایرانی های بیچاره میان ترکیه، ای که من و شما میریم مثلا بهترین خوراکو میخوریم میشه 30 دلار 40 دلار، این بنده خدا ایرانی ها که میان یه ذرت که میخوان بخورن 4-5 لیر هست، تبدیل میکنن حساب میکنن 14,000 تومان. عجب بدبختی درست کرده. ولی همشون تقریبا نیل نقطه. چقدر این پرچم خوشش آمده. یه وقت از خنده سقط نشی. خب به این مریخ، میگم مریخ، این مونیخ، اون مرکز شهر. هر وقت هم رفتید مونیخ دوستان، اگه با فرودگاه با هواپیما رفتید 4 دلار 5 یورو 5 یورو یه بلیت یه طرفه بخرید و برید. این ریسک سواشی و جریمت کنن و اینا نباشه. کی بود یکی از این دوستان به من گفت که آقا شما وقتی سوار شدی اینجوری اینجوری؟ گفتم نه من خب این بلیتی که دارم اتوبوسم میتونم سوار بشم. بعد گفت شما تنها ایرانی هستی که بلیت خریدی. گفتیم بابا والا ما اون موقع هم آمدیم. و خب برنامه رو گوش بده ببین من کجا بودم، به دوستانت به اربابات خبر بده. چون دیدم یکی نوشته بود این آقای سپهر آزادی، همون احمقی که برای آقای ایران بومی نوشته بود که نمیدونم این پسرش از بین رفته این دیوانه شده، برای من نوشته بود کجا به سلامتی ایران. گفتم اولا ایران نرفتم و اگرم برم حق منه، مردشور تو و قیافه آخوندار رو ببره که من و شما باید از آخوند بترسیم که نریم کشور خودمون. رفتن ایران دوستان حق مسلم همه شماست، حق مسلم منه، مملکتمونه، اونجا دنیا اومدیم، اونجا بزرگ شدیم، ضمناً ایران و ایرانی خرج کرده ما بزرگ شدیم. حالا که اومدیم اگر پولی داریم باید بریم اونجا خرج کنیم. حالا اگر به خاطر این شرایطی که آخوندهای احمق درست کردن من و شما هزیتیت میکنیم، خودداری میکنیم که بریم، این لکه ننگی بر دامن اینهاست. بمانه این مرکز شهر مونیخ، چند تا عکس مختلف بهتون نشون میدم. و این هم همین ساختمونی هست، چیزی هست، مردم میان نگاه میکنن، همه خوشحالن، موزیک دارن میزنن. ولی همینجا دو تا آقای افغانی آمدن و به من گفتن که ما چجوری میتونیم بیایم آمریکا. بعد گفتم که شما اصلا از کجا میفهمین که ما آمریکایی هستیم؟ خیلی جالبه، داری تو خیابون راه میری طرف میفهمی. خب این آقای خانم رفیعی میگه جناب زرابی حیف شما که با این آشغال نشستی، من بودم با دمپایی ابری میرفتم دیدنش. ببینید این شخصیت اینهاست، اینا مخالفین رو از هم الان دو رضا زرابی میگه من کلن حیف و میل شدم رفتم. آقای زرابی من که میدونی به خدا باور ندارم، ولی امیدوارم طبیعت بهت یک صبر زیادی بده. حالا شما گفتی این خانم شاه‌اللهی نیست، ولی من اینا رو شاه‌اللهی میدونم. طرفدار سلطنت شما هستی، پادشاهی طرفدار پادشاهی شما هستی، اینا شاه‌اللهی هستی، اینا از حزب‌اللهی خطرناکترن. دلیلش هم میدونی چیه؟ اون حزب‌اللهی اقلن برای هدفش حاضر بره جنگ، حاضر بره کشته بشه، این پوفیوزا حاضر نیستن. اینا همش میگن تو برو من اینجا هواتو دارم. هر وقت چیزی آیدت شد اون شعره بود، کی میگیره کی میکشه کی میپزه کی میخوره، اینا هستن. حالا امیدوارم که یه روزی شما حقیقت رو بفهمید.
بله، میگه تو مزد بگیری. خب حتما شما اونجا کار میکنی، میدونی که من مزد بگیرم، این دفعه مزد من رو بیار بده 25% شم تو بگی. اگه مزدی بود باور کنید شما همتون تو صف وای میسادید. اگر جایی میدونستید کسی مزد میده همتون بلا فاصله تو صف وای میسادید. برو خانم، اینجا چیزی به شما نمیماسه. اگه دنبال کسی میگردی سوارت بشه، برو یه جای دیگه، برو تو این سوراخ بوراخا پیدا میشه، یواشکی یه کاری میکنن راضی بشی، شاید هم نشی، نمیدونم. برو برو، اینجا خبری نیست، اینجا ما کار داریم. و اما ببرمتون باز مونیخ تا بعد بریم کجا، استانبول و شهرهای دیگه. خب ببینید دوستان، باور کنید 20000 کیلومتر، خیلی ها 20000 کیلومتر تو 20 روز، حالا درست پرواز میکنی میری، ولی چند دور دور زمین، محیط کره زمین چقدره؟ اون وقتا همه اینا رو حفظ بودیم ما، ولی الان یادمون رفته. خب من این تصویر رو که میارم اینجا میپره، تصویر خسته شده، میگه آقا چقدر ما رو این ور اون ور کردی و نشون ندادی. بله آمد. آها اینم باز مونیخه، و اینم باز مونیخه، این همون جایی که یه سری عروسکای میان بیرون و میزنن و اینها. و الا خانم رفیع لطف کن دیگه ننویس، و اگر اینجوری پشت سر هم بنویسی من بلاکت میکنم همین الان، ازت خواهش میکنم دیگه ننویس، بذار دیگرانم بیان بنویسن، اگه این کارو ادامه بدی من الان بلاکت میکنم. حالا ببینم چقدر احمقی یا چقدر باهوشی. اگه باهوش باشی قشنگ وای میسی گوش میدی مینویسی، یعنی برای خودت روی کاغذ مینویسی بعد برنامه یا هر چی. اوکی بله، میگه مخالف سیاسی با منطق سیاسی حرف میزنه مثل شما. اولا شما من بگو طرفدار کی هست، اینجا بنویس ببینم طرفدار کی هست. طرفدار شاهی، طرفدار رجبی مرده هستی، طرفدار شاه مرده هستی، یا طرفدار این شاه تنبل هستی؟ بنویس ببینیم تو کی هستی. من اقلا مردم میدونم من کی هستم. من آقا 20 سال تو رادیو تلویزیون های آمریکا دارم فعالیت میکنم و همه میشناسن من. شما کی هستی؟ شما چی میگی؟ منطق شما چیه؟ شما بیا با منطق صحبت کن، یک ساعت من برنامه ببینم مهمون من، شما بیا با منطق صحبت کن ببینیم مردم شما رو چجوری تحویل میگیرن. بس دیگه برو. خب ببینیم که چی شد اینجا. اینم باز مونیخ، چقدر از مونیخ عکس گرفتم، این یک چند ساعتی اونجا بودم. آها این رستوران خیلی معروفه دوستان، اگه رفتین اسمش هم دیگه آلمانی هم بلد نیستم، هابر هاوز یا هم چیزی هست، توی لاس وگاس هم من دیدم این هست، اسمش رو هاب براوزه یه چیزی اینجوری میگن، و این به همون روش قدیمی و موزیک میزنن اینا. و اگه متوجه شده باشید تمام این موزیک‌های آلمانی یه حالت، اون وقتا میگفتن مارش، اون موزیک ارتشی رو داره، بوم 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 اینا، ولی قشنگ خود به خود یه حالت خوبی رو میده. و این هم اونجا داریم به سلامتی شما، مخصوصا به سلامتی مخالفین، داریم آبجو میخوریم تا بیشتر بتونیم حال اینا رو بگیریم. و اما رسیدیم استانبول. استانبول یه جایی بودیم به نام هتل تایتانیک، بهش میگن تیتانیک اونا، و ما گفتیم عجب اومدیم اینجا، حالا نکنه اینم مثل تایتانیک، مثل اون کشتی معروف از بین بره. خیلی ممنونم خانم رفیعی که دیگه چیزی ننوشتی، یه روزی بیا با هم صحبت کنیم و شما به من صحبت کردن و اینها رو یاد بده، ولی خوشحالم که بیننده ما هست. خب میگه که واقعا مسائل مهمی را بازگو میکنن اینجا، کیوان TOH توه. خب من اسم شما رو تا حالا ندیده بودم، ولی خوشحالم که اینجا هستی. شما هم میتونی از تلویزیون مردم استفاده کنی، نظرات خودتو بگی و حتی برنامه خودت رو داشته باشی. در اصل اینم تصاویری از اونجا گرفتیم از استانبول. و اما آی 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 خدا نصیبتون نکنه اذان، اذان وای وای وای، اینا هرچی خدا، ما شیرازی ها میگیم مناره، شما میگین مناره، فکر کنم مناره به انگلیسی هم همینو میگن. بمانم هرچی اینا مسجد درست کردن، من نمیدونم این زمان عثمانیان اینقدر مسجد درست شده، یه مسجد این ور این اینجا این کلیسای آمریکا، یه مسجد این ور خیابونه، یه مسجد اون ور خیابونه، اون دوتا مناره گذاشته، اون چهار تا گذاشته، و هر کدومشون با چهار تا بلنگو دور تا دور این مناره، این مناره ها رو زشت کردن، از اون زشتر و کریهتر این اذانیه که میخونن، این ور میخونه اون ور میخونه. ولی مگه واقعا مثلا ظهر میخونن؟ نه، صبح ساعت 4:45 دقیقه شروع میکنه میخونه اذان صبح.
میره ظهر میخونه، بعد از ظهر میخونه، مغرب میخونه، عشا میخونه. یعنی همچین میشه که شما به خدا، پیر، پیغمبر، حضرت محمد همه فحش میدید. و اینها واقعا باعث شدن که خدای اگه وجود داره بگه عجب غلطی کردم من، این مسلمون و اسلام رو درست کردم. بله اینم شهر استانبول خیلی شلوغ، رانندگی بسیار بد. اینجا ببخشید دیگه از بس خوراک ترکی ما خوردیم. و اینجا یه جای قشنگی بود. اولا خیلی جالبه اونجا اسم خیابوناش، یکیش هست مثلا خیابان استقلال. ببین طرف نیومده اسم خودش رو بذاره تا اون نفر بعدی بیاد عوض کنه. این اکثره که میبینم من خودم خجالت میکشم با این شکم. اوکی، در اصل این بازار گل فروشا بوده اینجا، حالا گل فروشی نیست و اینها، این رستوران ها اینجوری گذاشتن اینجا. و اینا رو میبینید همه پنکه هست، پنکه گذاشتن چون گرمه و یک حالت شرجی داره. پنکه ها رو که روشن میکنن، بعضی از این پنکه ها جدیدن یه آبی هم میپاشه. و یادم افتاد به این سینزنی ها و اینها که آب میپاشن رو مردم یا گلاب میپاشن که بو گند عرق و گرما از بین بره و مردم بیشتر تحمل کنن. طبق معمول یه چیزای صنایع دستی و این لباس هایی که تو فیلم های ترکی هم دیدید اونجا پره. و اما تا دلتون بخواد گربه و سگ، این یه گربه است. اصلا من متوجه نشدم، گفتم این چیه در این مغازه که تمپو و تنبک میفروشه، یه دفعه یه چیزی اینجوری، ولی این گربه است. عین خیالشون هم نیست، میگیرن میخوابن، مردمم کاری بهشون ندارن، سنگ هم نمیزنن، آزار نمیدن. و یه سری سگ دولت یا شهرداری آمده اینها رو معاینه کرده، نگاه کرده، دیده اینها به اصطلاح هار نیستن، با مردم کاری ندارن، به گوشاشون یک شماره های زده، مردم هم با اینها با مهربونی رفتار میکنن. و یه چیزی برای من خیلی به اصطلاح عجیب بود، این همه سگ و گربه تو خیابون بودن. و حالا گربه ها میگن معمولا میرن یه کاری که میکنن خاک میکنن روش، میپوشوننش، ولی ندیدم به اصطلاح سگا کسافت کاریشون. در صورت که من 30 چند سال پیش که آلمان بودم این ور اون ور اون بود، تو پاریس و فرانسه که اصلا میدونید موتورسیکلت هایی درست کردن که طرف میاد با به اصطلاح موتورسیکلت اینا رو ور میداره از رو زمین، خیلی هم گرون هست و اینا. در صورت من ندیدم و چجوری تمیزش میکنه نمیدونم. حالا باز برمیگردیم به این که آقا هر جا یه ساختمونی بوده، یه آثار باستانی بوده، اینا ترمیمش کردن، نگهداری میکنن و به مردم اطلاع میدن. شما وقتی میری کجا برم ببینم؟ مینیسه فلان قلعه. به قلعه هم میگن چی؟ کله میگن. و به قصر و قلعه و اینا چیزایی که بلنده. خلاصه اینجا مردم وای میسن تو صف، میرن داخل اینا رو نگاه میکنن. ما والا از اینا 100 تا این ور اونور شهر داریم، تو شیراز داشتیم، کرمون داشتیم، این ور اونور داشتیم. خاک بر سر هر دو نظام، که نه اون نظام نه این نظام. اگه اون نظام شروع کرده بود مردم آشنا میشدن، به جای این جشنای 2500 ساله بیشتر یه مشت مفتخور شاه و نخست وزیر و فلان مال کشور عقب افتاده رو آورده بود، دانشجوها و اینا رو می آورد مجانی، اینا رو بهشون نشون میداد که طرف وقتی میرفت ازدواج میکرد به زنش میگفت که ببین من وقتی دانشجو بودم رفتم فلان جا، حالا میخوام ماه عسل بریم ایران، بلند شو بریم، میخوام بریم ایران، بریم کریم خان زند، بریم نمیدونم خیابان مسجد چی بود، مشیر بود فلان، اینها بماند. و اما بهتون گفتم چی؟ گفتم ترکیه جاییه که غرب شرق رو ملاقات میکنه. خودشون هم میگن ترکی is where east meet west. اوکی، شما نگاه کنید این به اصطلاح چی بهش میگن؟ اینجا میگن کمود به اینا، باورتون میشه؟ این توالت فرنگی اینجاش آفتابن، باورتون میشه این داخل؟ من همچین چیزی اینجا ندیدم. بله جدیدن آقای ممقانی هم ساخته، یه چیزایی نصب میکنی، آب گرم آب سرد، حالا اون موقع کی میتونه فشار بده این آب گرم این سرد، بزنی گرم فلانجات میسوزه، بزنی سرد فلانجات یخ میکنه. اینا بالاخره یه لوله کشیدن از این زیر که من فکر میکنم که این باعث کثافت‌کاری میشه، حتی این بهداشتی بودن این رو هم از بین میبره. یادم افتاد که آقای فیلاوی گفت یه دفعه وقتی برای قهرمان کشوری، قهرمان بسته مسابقات کشتی و اینا این ور اون ور میمدن، گفت این بچه های کشتیگیر میرفتن دو پایی مینشستن این بالا و یکی دو تا از اینا شکسته بود، بیدیم و از اینا تو دیواره رو زمین نیست.
بعد میگه مربیشون بهشون گفته که من نمیفهمم شما چه مرگتونه. خب این قبل از شما، ببخشید اینو میگم، یه باسن سفید تمیزی نشسته بوده اینجا، حالا شما چیه که میرید میشینید اون بالا میخوان مثلا باسنتون کثیف نشه فلان نشه. و اما بعدن دیدیم که بابا همین باسنهای سفید و مرمری خیلی مرض دارن، ایدز و فلان بسار اینا. و الان دیدید که یه کاغذی میذارن میذارید اینجا، بعضیا یه دکمه میزنن، یه پلاستیکی میچرخه و بیاین برید تو فرودگاه. در رو باز میکنی، میبینی از اون توالت های قدیمی، میری اینوری که توالت فرنگی میشینی، میگی خوب اینوری آب باز میکنه میخواد تارت بگیره، آب میاد میزنه زیر پای شما. یک افتضاحی هست این ترکیه که ایست میخواد وست رو ملاقات کنه. ولی جا داره از دوستانی که در ترکیه از ما به اصطلاح پذیرای کردن تشکر کنم. اون شهر آلانیا که من تا حالا اسمش رو هم نمیدونستم، همیشه فقط آنتالیا رو میدونستم، ولی آلانیا شهر قشنگ و توریستیه، خیلی ارزونه و با 80-90-100 هزار دلار شما میتونی یه آپارتمان بخری، کاندوفی ارزون و خوبه. عکسایی رو هم از اونجا بهتون نشون میدن. بله، میگه در سیاتل زندان است که همون دوستمون آقای کریمی که اینا گفتن دائم با من از زندان در تماس است. خیلی ممنون آقای زرابی، اگه بتونی یه جوری بیشتر، سیاتل واشنگتن، دوستانی که در غرب آمریکا هستید اگر جایی هستید که میتونید به این دوستمون سر بزنید و اینها، برید. بله دوستان، این تفرجی های در شیخ و لب او را خوب میشناسه، این 20 سال از واسپا کار میکنه، نه سیاسی است نه سواد داره، فقط آخوندی هست. آخه من نمیفهمم خانم رفیع، من آخوند، تو چه احمقی هستی نشستی 20 سال به حرفای من گوش میدی؟ باور کن شماها احتیاج به روانشناس داری. خب اگه احمق باور داری من مزدورم که بیام اینجا بشینم تو رو سر کار بذارم، خب بیچاره تو رو سر کار گذاشتم، برو آقا نجات بده، برو دنبال رضا پهلوی، برو دنبال مسعود رجبی مرده. اوکی. خب تو هم کاکو برو بمیر. نه دیگه تو رو باید دیگه باید بگم فعلا خفه، یه لحظه صبر کن، یه لحظه صبر کن دوستان، من اینو با یک تیپا و پشت گردنی بنزن بیرون. اسم کثیفشی بود مای هستی، کی هستی؟ مای رفیعی اینجاست، بذار جلو شما هم بلاکش کنم، بهش بگم خدا یه جای دیگه یه چیزی بهت نصیبت کنه، برو روزید اونجا بیا. و منو بگو بابا اینها دیگه نوشته رضا شاه روحت شاد فلان، این خانم هم گشاد. خب بیان اینجا بهتون نشون بدم. بله حالا یکی میگه آقا مگه امتحان کردی؟ که میگی بذار شما برید امتحان کنید. بفرما این کامرای 3 دوستان، اینایی که مزاحمن و شما به هر زبانی حرف میزنید اینا حالیشون نیست جز زبان زور پهلوی، شما هم اینجا زور داری چیکار میکنی؟ میای اینجا، اینجا نگاه کنید یاد بگیرید اگه بلد نیستید. این بغل مسیج یه چند تا نقطه گذاشته، میان اینجا قشنگ میان این پایین، میگی بلاک، برو گم شو، کانفرم، تموم شو، رفت به درک واصل شد، یوزر بلاک، دیر یو گو، برو به سلامت. عجب روانی های هستن، عجب دیوانی هستن. بله میگه که خب من نمیدونم آقای پرچم اولش با ما دشمن بود حالا با ما دوست شده، نوشته تجزیه و تحلیل شما در مسائل، بعد علامت تعجب گذاشته، عالی است. من نمیفهمم شما چی میگید. اونجا هم نوشته که ساخت پولیس، ساخت پولیس یعنی منظورتون ناصر ممقانی پولیه یا کس دیگری هست؟ و اما برگردیم به اون پتیشن. اون پتیشن رو من دیروز وقتی گذاشتم فوری اون تعدادی رو که میخواستن تکمیل شد، برداشته شد رفت، ولی ننگ و خجالتش موند برای اون افرادی که من فکر نمی‌کنم آقای رحیم نگهبان از روی غرض و مرض این حرفو زده. نوشته بود که ایشون از باهایای خدایا چی ازلی ارباب یه چیزی اینجوری ازلی هستن. من که اصلا نمیدونم باهای ازلی کیه، باهای غیر ازلی کیه. و بمانه در صورت اینم این مجید خوشنودی میگه آقا وقتی کسی زرابی رو میشناسه یعنی شاه‌اللهی دیگه. نه آقا، خیلی ها اصلا زرابی رو میشناسن شاه‌اللهی نیستن. در هر صورت ما همه رو با یه چشم نگاه میکنیم، آخه یه چشممون درد گرفته. برگردیم سر این ماجرا، من شب اولی که رفتم
مونیخ و اینها، لنز داخل چشم بود، روز تو هواپیما و اینها، و تمام روزم رفتم تو خیابون و آمدم. خب این چشما خسته میشه و تازه حالا من دیشب فهمیدم، اینم به شما رو یاد میدم اگه خواستید استفاده کنید. شب آمدیم تو فرودگاه نشستیم منتظر پرواز، گفتیم حالا که اینجا اینترنت هست ما یه برنامه 2-3 دقیقه‌ای با دوستان بذاریم. فکر کنم همین پیرنم برام بود یا یه پیرن دیگه همین رنگی، ولی اون علامت چیز دیگه اینجا شد، این مال ویرجینیا تک، اون یه چیزی. نشستیم یه کناری که ساکت بود، شروع کردیم صحبت کردن. خبر نداشتیم که این بندویتی که توی فرودگاه به شما میدن، شما تصویرت بعضی وقتا فریز میشه، مثلا داری حرف میزنی یه دفعه اینجا اینجوری میشه. و جالبه خانم لیلا از کالیفرنیا نوشته بود آقای سوردی خدایی نکرده سکته کردی، چی شده، لبت کج شده؟ گفتم والا ما از اول کج مووج بودیم ولی تازگی سکته نکردیم یا سکته نکردیم. در اصل ممنون و متشکرم، و همون باعث شد دیگه برنامه نذارم، چون اگه شما نتونی درست برنامه بذاری بهتره که نذاری. البته خود من به دوستان میگم برنامه بذارید، یکی یکی عیب و اشکالاش رفع بشه، ولی عیب و اشکالای وای فای فرودگاه ها و شهرها رو من نمیتونستم برطرف کنم. باورتون میشه امروز صبح که رسیدم اینجا تو آفیس فهمیدم که شما با این سرویس هایی که داری، حالا یا کاکس باشه یا AT&T باشه اینا، میتونید هاتسپات یا وای فای خودتون رو داشته باشید، حتی اینترنشنال و مجانی. ما که حالا $60 اضافه تر دادیم که مثلا رفتیم آلمان یه سیم کارت هم اونجا خریدیم 30 یورو فلان اینا، ولی اینو مجانی میتونستین استفاده کنید. دوستان اگه سوار هواپیما میشید خوشحال که وای فای داره، وای فای اینا محدوده، یعنی مثلا 50 مگابایت میده به 300 نفر که تو هواپیما هستن، و اگه اون پسره که جلو شما نشسته داره ویدیو نگاه میکنه، اون وقت شما دیگه حسابت شده با کتب الکاتبین و به جایی نمیرسی. ممنونم از دوستانی که مخالف من هستن ولی برنامه رو نگاه میکنن و خودشون رو کنترل میکنن که احساساتی نشن، تا من هم کنترلم رو از دست ندم و اونا رو نندازم بیرون. ببینید من دبیر بودم، دبیر تحمل میکنه، یه بچه لوسبازی در میاره، یه لغلغی مثل علی بنگی لوسبازی در میاره، شما یکی دو بار تحملش میکنی، ولی از یه حدی که گذشت اونو میندازی بیرون. و این اشتباه بود در ایران، بعد اینو مینداختن یه جایی بازداشتش میکردن، اینجا دارن بهش میگن دیتنشن. تو مدرسه ها باید میذاشتن یه جایی دوربرش همه کتاب باشه، نبگن برو بازی کن. و اینه، اینا هنوز یاد نگرفتن. و جالبه اینا تو فیسبوک هاشون میخوان به مردم یاد بدن و ادعا میکنن چون این خانم آمده خارج دو کلمه مثلا آلمانی بلده یا دو کلمه انگلیسی بلد بده، فکر میکنه که شق بلغمر کرده یا چیز قولو خورده و میخواد به 80 میلیون ایرانی که 40 سال با آخوندا با این مشکلات سر کردن، این میخواد آزادی یاد بده. خیلی جالبه ها نیست؟ اونا چه جوابی به اینا دادن؟ گفتن بفرما، ما بعد از اینکه با این آخوندا سر کردیم، حالا میایم بیام زیر دست شما بشیم، زیر دست رضا پهلوی تنبل و احمق بشیم که میگه اگه کسی امروز با ما نباشه فردا بهش پاسپورت نمیدیم بیاد ایران. این احمق نمیدونه کسی که ایرانیه برای رفتن به ایران پاسپورت نداره. این دفتر حفاظت با همه ملا بودنشون، با همه جمهوری اسلامی بودنشون باشه، اگه شما بخوای بری ایران یه کاغذی بهت میدن میگن برو ایران. این احمق میگه ما به شما پاسپورت نمیدیم. خب آقا رضای زرابی به من میگه آقا چرا به این رضا میگی تنبل؟ میگم خب تنبل نیست، میخنده. آقا تنبله، اگه تنبل نبود یه روز مینشد با مامان جونش میگه مامان جون دوست داری من چه کاره بشم؟ اونم میگه من دوست دارم تو شاه بشی، منم مامانت باشم. میرم شاه میشد. آقا این نه یه لیسانسی گرفت، نه یه درسی خون، این آقای حسین نصر و اینا براش تکالیفش انجام میدادن و میگفتن این به خاطر سکیوریتی نمیتونه بیاد مدرسه، همش سیگار میکشید و این ورمه هم میچرخه اینا. خدا میدونه این زنش هم بدبخت سرطان گرفت از دست سیگارای این بود. خیلی ممنون آقای زمانیان و ممنون از دوستانی که اینجا هستید. تشکر میکنم اگه این برنامه رو با دوستان و دشمنان خودتون شیر کنید. ممنونم از آقای ابهری که وقتی گفت که من امروز نیستم، کار دارم این برنامه، ولی ساعت برنامه من رو برای دوستاش به اصطلاح نوشته بود.
خیلی ممنون. خب فهمیدیم که چیکار کرد ترکیه. این هم اون سگایی هستن که بهتون گفتم. حالا این سگ بنده خدا خیلی هم پیر بود و مریض بود و کثیف بود، ولی لطف میکرد، نگاهی میکرد به ما و دوستان. این سگا میفهمن کی سگ رو، این گوشش میبینی، این پلاگی که زدن، یعنی این چیز شده، آزمایش شده، مریض نداره و اینها، ولی بیچارا بدنشون زخم کثیف هستن. و خب اینجا مثلا اینجا چیز راه آهن یا ایستگاه راه آهنی که میخوای بری، هر کی آمده پای برهنه، پای کثیف، کفش کثیف، این اونجا میخوابه میچرخه. مثل سگای خونگی هم نیست که هر هفته بشورن و پاش تمیز کنن وقتی میاد بیرون، ولی نگاه کنید چگونه خوشحال داره به من نگاه میکنه. اینا حس میکنن. اونایی که از سگ میترسید، هرچی شما بیشتر از سگ بترسید، سگ بیچاره اون بیشتر از شما میترسه. ببینید چه خنده ای از ته دل میکنه. خب اینم داشته باشید. اینم کجا بود؟ باز استانبول بود. و بیایم بریم به گربه رو نشون دادیم، اون چیزم نشون دادیم، سگ رو نشون دادیم، اینم بهتون نشون بدیم. و اما ما یه دوستی داریم اسمش فیروزه. وقتی رفتیم استانبول دیدیم به یه جایی نوشته مسجد فیروز، یه جایی نوشته کبابی فیروز. گفتیم آقا فیروز شما اینجا شعبه داشتی و ما خبر ندادی؟ اینجا نوشته فیروز ات کباب هاوس. خدا رحمت کنه این آقای خسرو داریوش، دوست ما، صاحب و یعنی بنیانگذار و صاحب رستوران های موبیدی که اینجا، این کباب هاوس رو این راه انداخت توی آمریکا به این صورتی که امروز اینجوری زیاد شده و آمریکایی‌ها میشناسن. این از این. بریم عکس بعدی. بله این هم همون مسجد فیروز و اینها هست که همون نزدیکی هست، همه چیزها اونجا جمعه. و این هم ایستگاه‌های مختلف و خیلی راحته با مترو رفتن اون ور. بله میگه که خانم آذر لواسانی، آی سوربی شما با پادشاهی خواهان چه مشکلی دارید؟ دائما به جای این که به جای جمهوری اسلامی درگیر باشید با مردم عادی می جنگید، پس لطفا من را هم بلک کنید. بانو رفیعی یک شیرزن مبارز هستن. ببین خانم آذر خانم، من با شما هیچ مشکلی ندارم، شما آزاد هستی هر کاری میخوای بکنی. منم میگم شما انقدر شعور و معرفت داشته باشین این آزادی رو به دیگران بدن. بعدم شما این همه مبارزه کردی، شب روز تو رخت خواب، زیر رخت خواب، تو رستوران ها، در مقابل آخوندها به کجا رسیدی که حالا یه نفر دیگه مثل من بیاد فوش بده؟ خب بس دیگه، شما این همه مبارزه کردید، ما وایسادیم تماشا میکنیم. شما برید موفق باشید، سهمیه منم برای شما. هر وقت هم دوست داشتی بیا اینجا حرف بزن. از این بهتر من شما از آقای زرابی سوارت کنم، شما از هم آقای آیدین خوشبنیانی خوشبیانی، من هیچ ایشون فامیلیشون نمیدونستم تا ما وقت تو آلمان بودم، از اونا سوال کن. ما هم یه زمانی مثل شما نمیفهمیدیم، فکر میکردیم که این خانواده به اصطلاح نظرشون خدمت به ایرانه. بعدن دوزاریمون افتاد، آمدیم نزدیک، بوی گندشون به مشامون رسید. میگه آواز دهل شنیدن از دور خوش است. آمدیم اینجا دیدیم این عمش رو سو کرده، اون نمیدونم سوار اون شده، رضا پهلوی میره با خانم نمیدونم فلانی، خانمش میره با پسر وزیر فلانی فرانسه، ننش میاد اینا رو میاره. گفتیم آقا نخواستیم، آقا من خانم من آزاد هستم یا نیستم؟ شما که از آخونده بدتری بابا، مردم تو ایران هرچی دلشون میخواد میگن، فوش میدن، اولا آزادی بیان دارن، آزادی پس از بیان ندارن. شما قبل از آزادی بیان میخواین مغز ما رو تفتیش عقاید کنید. این اسکای چیزه، بریم نذاریم این خانم و اون دیگران وقت ما رو بگیرن. برنامه اول بسم الله و بدمستی. بله اینم فیروز آقا ماست. تا دلتونم بخواد تو ترکیه این مسجدا رو تبدیل کردن به جاهای دیدنی و ازش پول در میارن. ما رفتیم دیدیم یه جایی آقایون دامن پوشیدن، از این دامنایی بود که بچه‌ها رو وقتی ختنه می‌کردن تو ایران یه لنگ می‌پوشیدن و اینا. گفتیم خدایا شاد اینا مسلمون شدن ختنه‌شون کردن. بعد یکی گفت نه آقا اینا با شورت آمدن، اونجا خانمای بی‌حجاب و روسری می‌پوشونن، آقایون هم که شورت پاشونه یه دامن کشی میدن اینا میکنن. خیلی صحنه خنده‌داری بود، کاش که ازشون عکس گرفته.
میگه که آقای سوربی تا اسم منو آورد بیننده هاش از 25 رفت روی 35. آقای زهرابی خدا بگم چیکار کنه، این زهرابی یک آمار میگیره از فیسبوک اینا، یه چند تا تریک هم بلده. خب جوونن اینا، جوونتر اینا، با کامپیوتر اینا بزرگ شدن، مثل ما نبودن که ما با، حالا من که با لوح و اینا نه، ولی با دفتر و کاغذ و قلم یه دفعه بیان یه دستگاهی رو بذارن رو میز بگن این کامپیوتره، بگیم کامپیوتر چیه، بگن آقا بگی رایانه، بگیم رایانه میگه نه، یارانه، رایانه، ببخشید آره یارانه. خلاصه آقا خیلی ممنون، حالا هرچی من از اون 25 تا در آوردم برای من، هرچی از این 10 تای اضافی گیرم اومد میدم به شما. یه چیز جالب براتون بگم دوستان، این آقای رضا زرابی هیچ وقت تو برنامه‌هاش نمیگه بهش کمک کنن، نمیگه پول بدن، برعکس ما که همش میگیم بابا حمایت کنید و اینها. و اینم اگر برگردید برنامه خود منو، اونایی که مخالف منن بیشتر برنامه من نگاه کنن تا دیگرم نگاه کنید، من خودم تا چندین سال پیش اصلا باور نداشتم که تلویزیون با پول بگیره از مردم. بعد رسیدیم به جایی که دیدیم آقا تبلیغ که ما نمیتونیم بگیریم، کسی هم که خودش نمیاد حمایت کنه، مگر اونایی که میخوان پول بدن به شما که شما دیگه دولا بشی جلوشون. امروز دیدم یه نفر برام فرستاده بود شاه پیش نماز شده، دیدیم رو اکثر رو شاه پیش نماز نماز میخونه، گفتم این بنده خدا هم مجبور بوده این ور جلو آخوندا دولا بشه، هم مجبور بوده اون ور جلو غربیا و آمریکایا دولا بشه. یعنی خیلی بده. شما اینم مثل پسرش، قد و قامتت راست کن وایسا بگو آقا من اون آخر این کارو کرد، ولی تو لیت، دیر شده بود. مصاحبهاشو نگاه کنید، اون آخر که دوزاریش افتاده بود، اینم آخوندا بهش قدرت دادن، هی گفتن ما چرا بریم زیر بار غرب و اینها. وایساد قد علم کرد، چنان زدن با سر تو سرش که بنده خدا سکندری، چرا راستی میگن سکندری، اینایی که پشت گردنشو میزنه اینجوری اینجوری رو میره. دستم ممنونم آقای زرابی. بله میگه من یک جمهوری خواه هستم، ولی هیچ وقت توهین به دیگر مبارزان نمی کنم. اگر شما واقعا یک مبارز هستید لطفاً از کامران خانم آذر خانم، اولین کسی که با کامران قادری مصاحبه کرد میدونی کی بود؟ برو نگاه کن، از اون آقای عادل شریفی کی سوال کن؟ من بودم. و اولین کسی که تشخیص داد این کامران قادری احتیاج به کمک داره، این دچار بحران میانسالی شده، من بودم. و شما به من نگو آقا خانم من که بیننده ندارم، که من 7 تا بیننده دارم، اسماشون هم میتونم بهت بگم، پتیک، سعید، مجید، کابوسی، اون یکی فلان، من 7 تا بیننده دارم. شما برو سراغ اونایی که 7 میلیون 40 میلیون بیننده دارن، و شما چرا به من زور میگی، میگی برو اون مصاحبه کن؟ مگه کامران قادری ور نداشت با اون گالسکه شکستش رفت ایران؟ مگه شماها خوشحال نشدی؟ مگه اون خانم فرهدخت کی همشهری ما نرفت خوابید باهاش، فردا اومدن گفتن اینجا جنده خونه بوده؟ خب این دیگه میخواست چیکار کنه؟ یه بچه 20 ساله که ازدواج میکنه، تو 40 سالگی هم نوه داره، بحران میان سالی بهش دست میده، نمیدونه چه غلطی کنه، تا جوان بوده برو کنسرت داریوش و فلان اینا عکس بگی، حالا که پیر شده. شما همین کامران قادری رو نگاه کن، یه از این کلاهایی هست که مسلمونا میذارن سرشون، چی بهش میگن؟ نه اونایی که کلیمیا میذارن مثل نصف کرسته، نه، اون مسلمونا میذارن یه چیز انقدی میبافن مثل کیسه، مثل لیف حمامه، این از اونها سرش بوده، حالا کلا گذاشته سر شما. بعدم شما برو حمایت کن، ببخشید من اینو میگم، مثل این میمونه که شما با شوهرت که میخوابی بری به خانمای دیگه بگی این شوهر من خیلی خوبه، شما بیا باهاش بخواب. خانم شما برو بخواب تا شوهرت اصلا تلف بشه. از این چه حرفی شما میزنی؟ و شما جمهوری خواه هستی؟ بفهم. کامران بنگی معتاد پرونده زیر بغل منه با اون لوازم استعمال موادش. آقای ایران بومی سلام میکنم خدمت شما، موبیل تویتر بذارید من ببینم چی هستن. شما یک جمهوری خواه هستین خانم لواسانی، فکر میکنید که چه کسی میتونه رئیس جمهور آینده ایران باشه؟ فکر میکنید اگر اون بیاد سر کار چند مدت طول میکشه تا ما ایرانی ها اون رو هم تبدیل به یک دیکتاتور تمام عیار کنیم؟ یه روز مهمون من باشید، زنگ بزنید 202، بذارید این شماره اینجاست 202 695 2573، پیام بذارید، ایمیل بفرستید، با فیسبوک تماس بگیرید، ما با شما صحبت کنیم.
والا بلا ما با این آقای رضا زرابی، خودش میگه من طرفدار پادشاهیم، مثل آدم تا حالا یکی دو سه بار با هم صحبت کردیم، چه در برنامه چه خارج برنامه. حالا اینو نمیخواستم بگم با همه، نه دیگه نمیگم ولش، چون میدونم بعدا ممکنه گله کنه از من که چرا اینو گفت. خب ببرمتون باز ترکیه، یه سفری ما رفتیم، مثل اینایی هست که میرن یه فیلمی میبینن بعد میگه حالا که من مثلا 5 تومن دادم بذار برای دوستام هم تعریف کنم، آخر کارم میگه خب بی معرفت ما اینقدر تعریف کردیم اقلا شما نفری 2000 به ما بدین. اینم از این، ما درست برعکس آقای رضا زرابی هستیم. خب میگه گفتگو با وکیل ایرانی که از دولت ترامپ شکایت کرد، یک وکیل ایرانی که نتوانسته برای خاکسپاری فرزندش با آمریکا برود از دولت دونالد ترامپ به سازمان ملل شکایت کرده است. اون نخستین ایرانی است که به صورت کاملا مستقل در سازمان ملل از ترامپ شکایت کرده. اون احمقی که به نام سپهر آزادی میاد فوش میده، ناسزا میده به این پدر داغدار، من بودم اونجا دیدم که چگونه ایشون شب تا صبح رانندگی کرد رفت نروژ، بعد از مراسمی که اونجا صداش در نمیمد، گریهش گرفته بود ولی فکر میکرد که اگه گریه کنه اون قدرتش رو از دست میده، بعد از اون رانندگی کرده از آلمان رفته نروژ تا صبح جمعه برسه اونجا، چقدر فعالیت کرده تا این شکایت رو تسلیم کنه. و خودش میدونه، خودش وکیله، میگه من میدونم که هر کشوری حق داره که ویزا به کسی بده یا نده، ولی یادمون باشه یک عرفی، یک مورال هست، میدونید قانون دو نوعه، یکی لیگالی یکی مورالی، یکی ما میگیم عرفن و قانونه، یا اینجوری میگیم اینه بابا وقتی یکی فوت شده پدر مادرش حق دارن برن اونجا، افراد درجه یک فامیل درجه یکش حق دارن اونجا باشن، اصلا این حق اون کسی هست که فوت شده، یعنی مرده هم حق داره، و اینا حق زنده رو که نمیدن حق مرده هم نمیدن. در صورت خسته نباشید میگیم این برنامه رو اگه بتونیم نشون میدیم، ویدیوی هم از اون برنامه اگه هست بفرستید مال اون روز که اونجا بودیم نشون بدیم به دوستان تا ببینن چه خبره. اینجا هم دارن ساختمون میکنن میکنن و سر صدا. و این هم همون جایی که گفتم نگاه کنید این بالا دوباره این مناره سر زده و همش همینه، یک مسجد این ور یه مسجد اون ور، یه بلیت اینجا بخر 6 دلار یه بلیت بخر اونجا 10 دلار از این مسجد به اون مسجد. ولی یه نکته بسیار جالب، این ور میبینی خانم تقریبا لخته داره راه میره، از بالاش بازه از پایینش بازه شکمش بازه، اون ور میبینی خانم بیچاره بالا رو پوشنده دو تا روسری گذاشته رو هم، لباسا رو من نمیدونم چه لباسای تابستونه نمیپوشن، لباسای کرکی زمستونه و هیچ که کاری به هیچ کس نداره. این رو باید چیز کنی. و اما چای ترکی، حالا شما هر کدومتون میرین ترکیه حتما میگین قهوه ترک، ولی یادتون باشه چای ترک هم اونجا یه مزه به خصوص داره، مخصوصا تو این لیوانای کمر باریک، که آدم این لیوانای کمر باریک که میبینه از خودش خجالت میکشه که کمر خودش اینقدر چاق و کلفته، ولی چقدر خوشمزه. چایی هم بهت میده 2 لیر 3 لیر ماکسیموم، یه جای فنسی باشه 5 لیر. و یه چیز جالب براتون بگم، توی قصر پادشاهی که آتاتورک بوده و اینها یه رستورانی هست، من باور نمیکنم وقتی رفتم نشستم اونجا خوراک اوردر میدی مثلا املت 10 لیره یعنی 2 دلار، در حالی که جای دیگه همینو 40 لیره 50 لیره میفروشن. لیر الان تبدیلش به دلار 1 به 5 بود، یعنی شما 1 دلار که میدی 5 خورده ای. یه روز نزدیک 6 بود و بیچاره کردن این ترکا و اینا رو برای که این اردوان. و ها همونجا که من بودم اگه یادتون باشه 3 سال پیش یه کودتای یه نیمچه کودتای شد و اردوغان هم وایساد، که بعضیا باور دارن میگن این خودش راه انداخته که مخالفین بیان بیرون مخالفین رو بگیرن و دستگیر کنن اینها، که خیلی ها رو گرفتن دستگیر کردن. و ببینید این چگونه استفاده کرد ازش، به جایی که بیاد سرسال اینو هی بگه نمیدونم قیام بوده، هی بگه فلان بوده مال اون 28 مرداد و فلان اینا، آمد گفت که این روز رو به عنوان روز دموکراسی و یونیتی، روز دموکراسی و اتحاد معرفی میکنم. و دوشنبه هفته قبل بود اگه اشتباه نکنم، یا یه هفته قبل، چون حساب روز و اینها از دستم رفته،
جشن گرفته بودن، تعطیلی بود و باید عصر میدیدید که پرچم این ترکیه همه جا رو گرفته بود. همون موقع یاد آقای تیمسار آریانپور افتادم که گفت در ایران به ما درس وطن پرستی ندادن، چه ما که در ارتش بودیم چه شما که شخصی بودین، شما بهتون درس وطن پرستی دادن یا شاهنشاه ما شاخدار دمداره آهنگیشو گفتن؟ هی این برانور من میبینم که نوشته سرود ملی ایران. میگم آقا خانم سرود ای ایران سرود ملی نیست. ای کاش دولت شاه، افراد اطرافیانش شعور و فهم داشتن، میگفتن یه سرود ملی درست حسابی بساز که حس وطن پرستی رو در مردم بیرون بیاره و بعد مردم اجازه ندن این الجزه مرجزه بشه سرود. ولی نبود، نیست. بعد از اون ور اگه برگردی این سرود ملی، سرود ای ایران یه خورده اشکال داره، یه خورده نجات پرستان، یه خورده تبعیض داخلش هست. اینا رو باید قبول کنی. هی من به تو فوش بدم آقا چرا نمیای از کامران بنگی دفاع کنی، آقا چرا میکروفون به علی بنگی نمیدی؟ بابا این کارا رو ما کردیم 20 سال، دیدیم اینا آدم بشو نیستن. و این روزا شما احتیاج به میکروفون من نداری، میکروفون خودتو بردار، با فیسبوک با این تلفن بزن برنامه، میگم آقا من از گوشه فرودگاه مونیخ نشستم اینو زدم فیسبوک لایو، نشستم برنامه گذاشتم. شما اشکارتون اینه که کسی دنبالتون نمیاد و وقتی میبینین یه نفر 4 نفر دنبالش میان شما میخواین بپرین روش چی میگن روش شونه اون، روش شانه های اون، برید دنبال کارتون. بذارید ما هم چاییمون رو خوریم. کجا بودیم؟ چایی در خیابان های استانبول. بله. و میچسبه ها، هوا گرمه اینجا، اگه نگاه کنید پیرن من حتی رنگش عوض شده، اینا عرق اینجا، ولی چاییه میچسبه، چای دبش و دنسوز و دندوز و دنچسب، یعنی از دبشی. شما میگید دبش، دهنت رو به هم میچسبونه، از گرمی دهنت رو میسوزونه، باعث میشه سرطان لثه بگیری، و از شیرینی شکر میچسبه دهنه. نکنید این کارو، به خودتون رحم کنید. کامرای 2 چرا اینجوری شد؟ واسه یکم ببینم، نمیدونم چرا اینجوری شده خداییش. آها توی این 10 اینجوری. اوکی خب بریم عکسای دیگه، برنامه دیگه 15 دقیقه بیشتر. آها این توی ازمیره، یه هتلی بود، هتل پالاس. میدونید یکی از دلایلی که مردم میرن وکیشن اینه که اول قدر خونهشون رو بدونن، دوم برن جایی که زندگی میکنن با کشورهای دیگه مقایسه کنن، با شهرهای دیگه مقایسه کنن، با مردمی که اونجا سخت کار میکنن مقایسه کنن، بازم قدر خونهشون رو بدونن. آقا میری اینجا یه هتلی کوچولو نشسته، میخوای بشینی تو توالت جاد نمیشه، میخوای بری حمام. والا من آدم خیلی گنده ای نیستم، ولی اینجوری حالا اومدم خونه خودم میگم چقدر بزرگه، همه زندگی چیه؟ نسبیه. امروز یه جایی بودم، یه دوستی چند هفته پیش باهاش آشنا شدم قبل از اینکه برم آلمان، به نام حالا اسمشم نگیم شاید نخوام بدون، و این اونجا گفت من روز اولمه دارم کار میکنم تو اون رستورانه. امروز ازش پرسیدم از کارت راضی هستی؟ گفت بله. گفت من تو زندگی کارهای سختی انجام دادم، حالا این کار آسون ترینش هست. گفتم باره. گفت بعضیا میان اینجا چون کار نکردن، از خونه مامانشون اومدن اینجا، همون روز اول 2 ساعت ول میکنن میرن، غیر اون 2 ساعت حقوقشون هم میزنن. و اینم ماجرای وکیشن اینا اینجاست. این هتل خیلی قشنگ لب دریا فلان، ولی کوچولو نقلی، بعد چراغ نور، من نمیدونم اینا چرا اینقدر کم نور زندگی میکنن. هر جا میری سنسور گذاشتن، شما در آسانسور باز میکنی میای بیرون، اولا ما که از آمریکا رفتیم هی وای میسیم تا در آسانسور باز بشه. یادم میاد سالها پیش آقای علی نظری آمده بود آلمان، اون موقع ما تو فرانکفورت ساختمون 148 زندگی میگن، و این میگه آقا من بعضی وقتا چند بار توی آسانسور میرم بالا و میام خندم میگیره، چون در باز نمیشه، من تا میخوام در باز کنم میره پایین. در آسانسور آمریکا خودش باز میشه، درهای اروپا بعض جاهاش شما باید فشارش بدی باز بشه و اینها. خلاصه چی داشتم میگفتیم؟ نقل آسانسور و اینها. گفت خدا رو شکر که
دوستانمون زد به تخته، گفت خدا رو شکر که دوستانمون اگر چیزشون از دست دادن، حافظهشون از دست دادن، ما هنوز حافظه داریم. همین که خودش زد به تخته و گفت که یکی در میزنه، یادم افتاد اینو میگیم که مشغولش میاد، از در آسانسور میای بیرون، شب تو حال تو راه رو چرا خاموش، این سنسور یا اون دستگاهی که باید شما رو ببینه هم نمیبینه، میبینی یه دفعه یه نفر اینجوری اینجوری میکنه. ما هم گفتیم خب حالا اینجوری اینجوری میکنیم روشن میشه، میری دو قدم برتر دوباره خاموش میشه. من چون رشتم برق بوده فکر میکنم این برق و پول و نصب و اینایی که این سنسورا رو نصب کردن، اگه مثل آدمیزاد قشنگ این چراغا رو میذاشتن روشن باشه، والا برق کمتری مصرف میکرد، پول کمتری خرج میکردن. بمانه ما نشستیم یه جایی با دوستانمون بود در ترکیه، گفتیم این آفتابای شما خیلی جالبه، ولی خب این چجوری باید تنظیمش کنی؟ این یکی میره کوچیکتره، این یکی میره بزرگتره، اون یکی خانمه، اون یکی آغاز، فرق میکنه جاهایی که میخوان چیز کنن. طرف گفت خب شما خودت باید تنظیم کنی. گفتیم خب چراغاتون هم که هی باید اینجوری اینجوری کنیم تا روشن بشه، حالا دیگه ما وقتی توالت میریم هی باید اینجوری اینجوری کنیم، هی اینجوری اینجوری هم اونجا اونو تکون بدیم که با این جور بشه. خلاصه رقص و شادی اینجوری به وجود میاد. ببین استانبول، نه این ازمیر بود، گفتم بهتون که من از واشنگتن به مونیخ، از مونیخ به استانبول، از استانبول به آلانیا، از آلانیا به آنتالیا، از آنتالیا به ازمیر، از ازمیر به استانبول، از استانبول به فرانکفورت و از فرانکفورت به واشنگتن. یکی میگه آقا دیوانه ای تو که از خلبانا و از این خدمه چیز بیشتر تو هوا بودی. کجا هستیم؟ کجا هستیم؟ کجا هستیم؟ اینجا هستیم. آره حتما شما این آبجو ترکی رو هم خوردید، به نام افه بهش میگن، افس. این فکر کنم از اون همون کلمه افسوس یا یه قلعه هست که توی شهر ازمیر بود، فکر کنم از اون میاد، حقیقتش من نمیدونم، اطلاعات غلطم بهتون دادم. و یه از محاسنی که ماشین داشته باشید شما اینی که خودتون میری جای دیگه شهر رو که توریستا نمیرن شما میتونید ببینید. مثلا این کوچه پس کوچه ها رو من وقتی میرم با ماشین، مثلا ماشین های اونجا هم کوچیکه، میتونید برید بگردید. ولی یادتون باشه رانندگی در کشورهای دیگه کمی مشکله، مخصوصا تو ترکیه که قربونش برم از ایران خودمون خیلی بدتر رانندگی میکنن. این عکس ها رو ما از توی ماشین گرفتیم، هر جام که شما میرید 4 تا سنگ گذاشتن رو هم و اینا رو به عنوان موزه، به عنوان آثار باستانی به مردم قالب نمی کنن، من نشون میدن. اینم اون بلیتایی که به شما گفتم، این دی بی دوچه بان به اصطلاح، و از فلوگ هافن و نها بلیت میگیرید. ببینید نشته 4.95 یورو که یورو هم خیلی به دلار نزدیک بود، میشه حدود 5.5 دلار، حالا شما بگو 6 دلار، ولی اینه که میذاری تو جیبت دیگه خیالت راحته. البته یادتون باشه اگه دی پس بگیرین، یعنی کارتی که برای یه روز، البته یه کمی به نظر من ناعادلانه کارت یه روزه به شما میدن تا 6 صبح، به نظر من باید 24 ساعته باشه. شما اگه 5 عصر امروز بلیت خریدی، باید تا 5 عصر فردا، نه تا 6 صبح فردا. در صورت من چون یه طرفه میخواستم اینو گرفتم، ولی مال مونیخ رو به اصطلاح کارت روزانه گرفتم، اونجا فکر کنم 13 یورو بود. این اگه اشتباه نکنم مال فرانکفورت. بگذنیم حالا ملت میگن چه چیزایی یاد ما میده. بله اینم بانهوف یا این هاب بانهوف، آخه اونجا بانهوف دارن یعنی ایستگاه، و هاب بانهوف یعنی مثل اینجا که میگیم یونیون استیشن، ایستگاه اصلی. این ایستگاه اصلی من 7 صبح که رسیدم آمدم اینجا و میبینید دست همه کافیه، بنده هم همین قسمت بغل رفتم استارباک و نشستم، و اگه 7-11 بود میرفتم 7-11 چون کافیش ارزون تره، ولی چون نبود رفتم استارباک. و باور نمی کنید من کافی استارباک رو یعنی 1/4 خوردم که فقط یه کمی گرم بشم و ولش کردم اومدم. من کافی 7-11 رو بیشتر دوست دارم. و اما اینم اون رستوران ایرانی که به اصطلاح آقای ایران بومی نشون داد به ما، و صاحبش هم شیرازی بود. متاسفانه وقت نشد که دیگه برگردیم و عکس بگیریم و
از ایشون عکسی بگیریم اینها، ولی خوراک ها خیلی ارزون. شما اینجا نگاه کنید، همبرگر و این پوتیتو و نمیدونم کوکاکولا بهت میده 8 یورو، این یکی دیگه مثلا 8.5 چون روش پنیرم هست، چیزم هست، این سالاد و نوشابه 5 و 8. و اینم ما شیرازی ها میگیم خورش سبزی، شما میگید قرمه سبزی. الان دیدم که شیرازی ها خیلی هاشون میگن قرمه سبزی، که گذاشته بودم توی برنامه برای بعد ولی دیگه نرفتم، مجبور شدم بیام اینجا. و اما ببرمتون توی فرودگاه. توی فرودگاه من 2 تا شیشه آب دستم بود، یک شو انداختم تو سطل آشغال، دیدم یک خانم آلمانی با سرعت آمد به طرف من. گفتم خدا رو شکر ما هنوزم خوشتیپی، ما خانما میان سراغمون. بعد بهم گفت که همین شروع کرد انشولینونزی و فلان اینا. گفتیم خب بگو ببین چی میگی. گفت ببین اگه این قوطی رو، این شیشه یا بطری رو ببری بندازی تو این دستگاه، دونیت میکنی. دونیت یعنی همون هدیه کردن، صدقه دادن. گفت این کمک میشه، اینا رو جمع میکنن و کمک میکنن به دیگران و ریسایکل هم میکنن. ضمن اینکه اون قوطی هم که من داشتم میریختم داخلش به اصطلاح قوطی ریسایکل بود، ولی یک کار اشتباهی که تو ترکیه انجام داده بودن تو فرودگاه، این چیزا رو اینجوری نوشته بودن. من نمیدونم، خب ما صاف وایسیدیم چرا شما اینجوری نوشتید، ولی تو آلمانی سطلای زباله رو گذاشته بود خیلی تمیز مرتب، اینجا نوشته بود کاغذ، اینجا نوشته بود چیزایی که ریسایکل میشه، بازیافت میگین چی میگین، اینجا هم نوشته بود چیزایی که ترش یا آشغاله بریزین تو این. ولی اونام خیلی کوچیک دیدم، اتفاقا یه خانم ایرانی بود یا ترکی که به زور این پلاستیکه رو داشت از تو اینا در میورد. خودش هم وقتی ما رو دید نشستیم هر دومون خندیدیم. در هر صورت اینم ماجرای سفر ما. و این هم عکس آقای دکتر شهرام ایرانبومی در نروژ که رفته و با چه مشکلی خودش رو جمعه رسونده اونجا و حدود 2 ساعت فعالیت کرده تا اینها این شکایت رو ازش تحویل بگیرن. گفتن ما نمیتونیم شکایت شخصی رو در به اصطلاح برابر دولت، چون ترامپ الان به صورت دولت قبول کنیم و اینها، ولی این کار رو ایشون انجام داد و من بهشون به اصطلاح تبریک میگم. بله، میگه زمان جوانی تو دبیرستان یه کار زشتی که انجام میدادن میگفتن سرود شاهنشاهی. بله، میگه کسی که به خودش اجازه میده میگه من خامنه ای رو هم دوست دارم، چطوری میتونه دلسوز ایران و ایرانی باشه؟ منظورتون کیه آقای چارلی تنها؟ متاسفم برای شما، برای خودم که با شما صحبت کردم، من بیشتر برای شما متاسفم که آمدید اینجا، عمرتون رو تلف کردید. خانم آذر لواسانی، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. برید یه جایی یه چیزی یاد بگیرید، برید کمک کنید به اونهایی که هم عقیده شما هستن. شما نشون میده در راهتون به اصطلاح پایدار نبودید، ایستا نبودید، پویا نبودید، چی میگن، و ول کردید اون رهبرتون رو، ول کردید آمدید دنبال من، که اینجا خودم بارها گفتم مزخرف میگم که وقت شما رو تلف کنم. United Nation Office of the High Commissioner for Human Rights، و ایشون رفته و این شکایت رو هم تحویل داده و امضا گرفته و آمده. حالا منتظر هستیم چی میشه. حتی اگه بهش بگن بررسی نمی کنیم، باز برای این شخص این پیروزی حساب میشه. و اما از شد، این همون روزی که به آقای رضا زرابی هم زنگ زدم گفتم بیا بریم چی میگه، نقل نور کم و چراغ در تو، آها نقل نور کم و چراغ در ترکیه، نه فقط ترکیه، آلمان هم اینجوری بود. یا اینا الان که دیگه این چراغای LED اومده که با یه مصرف کم نور زیادی میده، من نمیدونم چرا همشون چسبیدن به اون نورای زرد. اون نورا دیگه رفت تو آمریکا، اینجا همه نورا سفید نورانی، بعد اینجا اینا آقا شب و روز چراغ روشن میکنن دیگه، نه به اینجوری نه به اونجوریش. البته خیلی گرونه. خب خیلی ممنون آقای رجبی، خیلی ممنون آقای مانی خورسندی. ضمناً آخر ماه آگست اگه اشتباه نکنم آقای هادی خورسندی در آلمان هستن. روزی که من اونجا بودم 2 نفر آمدند و به من گفتن. و خیلی جالبه، من از صبح که رسیدم آلمان به یه دوستم زنگ می‌زدم که قرار بود اونجا ببینمش، تلفنش جواب نمیداد، فیسبوکش جواب نمیداد، تا جایی که نگران شدم. شما اول یکم زنگ می‌زنی جواب نمیدی، میگه حمامه، رفته بیرون، رفته مثلا فروشگاه. ولی وقتی هی 2-3 جا زنگ می‌زنی، 2-3 بار میشه ظهر بعد از ظهر، نگران میشی.
گفتم امشب که رسید، وقتم ما رسیدیم منزل یا هتل، زنگ میزنم تماس میگیرم با دختر ایشون و پسر ایشون تا چیز کنم. وقتی من اونجا بودم یک خانمی آمد به طرف من گفت که آقای سوربی، ما به شوخی گفتیم که منظورتون کدوم سوربی، اگه اون تلویزیون من نیستم اون برادرمه. بعد گفت نه، من خلاصه دیدیم دختر دوستمون که ما دنبالش میگردیم، که ما اون موقع میدیدیم یه دختر 11-12 ساله، ماشاءالله الان یک خانم بسیار زیبا و بسیار چیز، و ایشون گفت که من بابا دختر فلانی هستم. بعد با آقای ایران بومی گفتم دیدی ما صبح تا حالا دنبال بابای ایشون میگشتیم، حالا گفتم شب با بچه‌هاش تماس میگیرم، ایشون اینجا بود. گفتم چه خبر بابا اینا؟ گفت یکی از فامیلامون که 50 سالش بوده فوت شده و پدرم رفته به اصطلاح برای کفن و دفن و اینها، و اینم ماجرای سفر آلمان ما و ترکیه و اینها. ولی وقتی شب آقای رضا زرابی گفت امروز کار داره، اون شب جمعه شب بود، پنجشنبه شب بود، اینا با دوستمون تماس گرفتیم گفتیم کجا بریم. گفت ببین اینجا یک کافه ای هست که هر کی میاد فرانکفورت میاد، دوستان شما اینو بنویسید بعد گوگلش کنید، و بهش میگن XXL رستوران. شما میدونید وقتی پیرن میخری میگی این لارجه، این میدیومه، این اسماله، این اکس، این اکس ال، این اکس اکس ال فلان اینا. این رستوران سور کاستانیه یا هر چی شما بگین، دو تا آدم مال کرواسیا اونجا هستن و فکر کنم 4-5 ماه هم از سال بازه، از اپریل تا سپتامبر، بگو حالا آپریل و می و جون و جولای و آگست و سپتامبر، 6 ماه بازه. ولی یه جایی مثل باغ، اونا که آلمان بودن میدونن، آلمانی ها یک کت و نیمکت یا یه میز میذارن این ور اون ور، شما یه نفری میرین میشینید، 4 نفر هم میان بغل، لازم نیست دوست و فامیل باشین اینها. و گفت اینجا اینجوریه، ما رفتیم اونجا، گفت آبجو میخوری؟ گفتم بله. گفت یه لیتری میخوری، دو لیتری میخوری یا سه لیتری؟ گفتیم آقا نیومدیم بخریم برای یه هفته، آمدیم بخوریم. گفت اینجا اینجوریه، یه لیوان داره به این بزرگی، سوسیس بهت میده به این بزرگی، همبرگر بهت میده واقعا به این بزرگی. گفتیم نه بابا، ما تازه میخوام بریم شهر رو بگردیم. گفت خب پس آبجو کوچولو بهت میدیم. آبجو کوچولوشون نیم لیتره، عکسونم بهتون نشون میدم، اگه رفتید حتما سر بزنید به این اکس اکس. حالا اونو داشته نشونتون دادم یا نه؟ رو صفحه بودم یا عوض شد؟ بذارید نشونتون بدم، کامرای دو بر. حالا اونو داشته باشید، این یکی هم جالبه، درست تو همون خیابونی که اون هست این رستوران هم هست، چون اون نوشته اینجا همه چی بزرگه، این نرفته شیشهشو بشکنه، نرفته باهاش دعوا کنه، نرفته بهش بگه تو هم بیا مثل من ساندویچ کوچولو بفروش، آمده نوشته کلاین ابا فاین، یعنی خوراکای ما کوچولوه ولی عالی هستن. این ابا اما رو یاد گرفتم، یادم اومد دوباره. اینم اسم اون رستورانه. نمیاد بگی برو با کامران دیوانه قاطری مصاحبه کن، یا نمیاد بگی آقا بی چرا به آخونده فوش نمیدی. آقا این آخونده دیگه چه فوشی مونده که من و شما بهشون ندادیم، شما برای من بفرست برایشون بده، چه کار میکنه؟ اونا هم زره میگن، میگن شما هرچی میخوایم. شما تا حالا چند بار دیدید تو خیابون یه آلت تناسلی مثلا سوار تاکسی شده باشه بره خونه آیت الله فلانی، میخواد بره تو فلان خوار مادری؟ فوش که کار نمیکنه. چند بار دیدید واقعا یه آلت تناسلی تو خیابون سوار دو چرخه داشته باشه بره دنبال خواهر فلانی؟ هی فوش بدید، کار باید بکنید، باید ببینید برنامه‌تون چیه. شما خودت، من یه سوال کردم توش موندی، بهت میگم شما که جمهوری خواه هستی دنبال کی هستی؟ دنبال بنی صدری؟ دنبال آقای اسماعیل نوریالا هستی؟ دنبال کی هستی؟ نتونستی جواب بدی و احساس تأسف کردی برای خودت، احساس درستیه، باید واقعا متأسف باشی، چون جمهوری خواهی هستی که رهبر نداری، یعنی هیچ. بماند برگردیم بریم کجا؟ بریم تو آبجو. اوکی اونو دیدید، اینم رستوران هم دیدید، اینم آدرسش تو خیابونا که میرفتیم همینجوری قشنگ تابلو گذاشته که گم نشید، و وقتی میان این همون باغه، میبینید مردم اینجا نشستن،
قشنگ درش هم بسته، این دیگه اینجا نوشته XXXL فرمت، یعنی فرمت بزرگه. اینم اسمش رو بمانه، اینم یکی دیگه و اینم آدرسش، اینم منیوش. حالا من عکس از منیوش هم گرفتم. ایرانی ها فکر کنم میگن منو به مرد بیرگارتن. آه اینجا هم داریم، اتفاقا یه ایرانی هست اینجا بیرگارتن داره، یعنی باغ آبجو. خب ببینید دوستان، نوشته آبجو نیم لیتری 3.50 یورو، آبجو 2 لیتری و شما قانونا باید 4 تا 3.5 $14 بدی دیگه، 14 یورو بهت میده 11.90. ولی حالا اگه برسیم عکسشو ببینی، والا من فکر میکنم اینها نگاه کنید، بذار این یکم کج درست کنم. آخه این لیوانه رو اصلا مثل میله زورخونه است، این یکی میتونه بلند کنه. این نیم لیتریه، این 500 سی‌سیه، اینقدره. حالا این یکی فکر کنم این کنم این 1 لیتریه یا 2 لیتریه، نمیدونم. خلاصه ما گفتیم نه بابا نخواستیم، ولی این آبجو، اینم خوراکشون، خیلی هم ارزون و این به اصطلاح سوسیس ایتالیایی. و یه چیز جالبی که اونجا دیدم، شما حتما دیدین، این شیشه های مشروبی هست که توش میوه هست، مثلا یه گلابی خیلی بزرگ توی شیشه هست. اینو چجوری کردن تو این؟ خشکش کردن بعد انداختنش تو این بزرگ شده. اینو اگه کسی میدونه به منم بگه. یادم قدیما مثلا میدیدیم یه شیشه توش یه کشتیه، اون کشتی های بادی چی بهش میگن اینجا میگن یادم رفته اسمشو، بادباندار و اینا، بعد تریک داشت، اینا بند میشه، خم میشه، وقتی میرن داخل یک بندی رو میکشن، تقی اونجا بزرگ میشه و نگهش میدن. حتما دیدین شیشه هایی که توش چیه. اینم فرودگاه فرانکفورت، نشستیم دیدیم آقای آلبرت آینشتاین تنها نشسته اینجا، نشستیم بغل دستشو عکسی گرفتیم. فرودگاه آلمان، آلمانیان نیومدن بگن این آلبرت آینشتاین ما رو ول کرد رفت آمریکا، پس گور پدرش. هنوز قدردانی میکنن، هنوز بهش ارزش میدن. و این هم آقای آینشتاین و این هم آخرین بای بای ما به دوستمون. گفتم من فرودگاه هستم، گفت نه نیستی، اگه هستی یه عکس برام بگی که فرودگاه معلوم باشه. شما میدونید فرودگاه وقتی عکس میگیری همه این صندلی ها و اینها معلومه که شما در فرودگاه هستی. و اینم اون حالتی که من به شما گفتم بدم میاد توی هواپیما، مخصوصا این صندلی که ما نشسته بودیم. نگاه کن، خب این بهتون میگم این یه پای من، این هم یه پای من. حالا نگاه کنید این جلو پای ما، این میله هم صندلی جلوی اینوری بود. اولین بار بود که من دیدم جلو پای شما نمیتونی مثلا پاتو دراز کنی اینها. خلاصه 8-9 ساعت شکنجه تا رسیدیم به اینجا تا قدر خونه خودمون رو بیشتر بدونیم. و اما توی اتوبوسی که سوار میشی از اون ور فرودگاه بیای این ور فرودگاه، ما هلایه گفتیم این فرانکفورت چیز ترکیه خیلی از اون میگن و فلان اینا، یه دفعه چشمم افتاد به این تابلو که برای من جالب بود، بذارید این عکس رو بهتون نشون بدم. نگاه کنید، دیدم اینجا، این حالا تو فرودگاه دالاس اینجاست و این ماشینایی که از اون ور شما رو برمیداره میاره این ور، این تابلوه نوشته برنامه نماز فلان ساعت، برنامه کلیسا فلان ساعت، برنامه اون به اصطلاح کنسای مال کلیمیا فلان ساعت و این ادیان و مذاهب این چنین قدرت و نفوذشون هست که حتی تو اتوبوس و تو ماشین اینا بماند. و توی فرودگاه جدید ترکیه گفت 48 تا نمازخونه دارن که گویا 20 تاش مال خانم هاست، 28 تاش مال آقایونه. و گفت به زودی میخواد این آقای اردوغان یک مسجدی بسازه که 6000 نفر بتونن اونجا نماز بخونن. ببینید که اگر خمینی مرد و نتونست اسلام رو صادر کنه، احمقهایی هستن که دارن این کار رو انجام میدن. اردوغان یکی از اوناست. ولی همین اردوغان یک کاری کرده که الان در 5 ماه اول سال مثل که بیش از 5 میلیون ویزیتور و بازدید کننده رفته ترکیه. خب در کنار این بدیش اینم داره، ولی مال ما الحمدلله از همه بدتره، نه این وره داره نه اون وره داره. و اگر کسی از جواد ظریف خبری داره، دیدارش با ران پال و اینها، به ما هم بگی که چه خبر بود و کجا بود و چه شد. و اما یکی دو تا عکس دیگه از بهتون نشون میدم.
این نشون دادم اینه که من حقیقتا خیلی چیزاشو متوجه نمیشم، ولی نوشته رفتار ساده‌ای که در کشورهای دیگه، حتما شما اینو دیدین، یه دوستی رو فیسبوک برای من اینو فرستاده، میگه لطفا اینو نشون بده، شاید یه دوستی اگه این کار رو انجام بده دوچار دردسر بشه جایی و شما اگه نشون بدین اینا دوچار دردسر نشه. گفتیم چشم. بله بله، میگه که در هند، آها، رفتار ساده‌ای که در کشورهای دیگر بی‌ادبی محسوب می‌شود. در هند از دست چپتان استفاده نکنید. من منظور اینو نمی‌فهمم، یعنی چی؟ مثلا مثل خامنه‌ای که دست راستش فلجه با دست چپ دست میده، ما چرا با دست چپ استفاده نکنیم و برای چی؟ در روسیه به غریبه‌ها لبخند نزنید. در ژاپن انعام ندهید. او یه چیزی براتون بگم، من 34 سال پیش که آلمان بودم، حالا یا به دلیل اینکه ما تو شهرهای کوچیک بودیم، هوخایم بود، باکی قوتناخ بود و اینها، هر کی رد میشد لبخند میزدن و از اون دور گوتنتاگ یا بعضیا دیگه به شوخی هم حتی کومتاگ میگفتن و فلان اینا. ولی این بار متوجه شدم که نیست، کمتر شده. دلیلش وجود خارجی هاست. هرچی خارجی زیادتر میشه، فرهنگ اونها روی فرهنگ منطقه اثر میذاره و اون چیزی رو که آلمانی ها شب تو خیابون میدهدن، نمیدونم گودن آبند و که ما اشتباهی بهشون میگفتیم گوتن ناخت، یه طرف میگه آقا میخواهر کف خیابون بخوابی، اینا کم شده بود. در ژاپن انعام نمیدن یا انعام نمیدن. در ایرلند روی صندلی عقب تاکسی ننشینید. در آلمان دست در جیب صحبت نکنید. در فرانسه سلام کردن را فراموش نکنید. در نروژ بوق نزنید. در چین غذایتان را تا آخر نخورید. در فرانسه در ملأ عام فین نکنید. در هلند در مورد شغل افراد سوال نپرسید. در هند هدیه را فوراً باز نکنید. در آمریکای جنوبی از کلمه آمریکا برای اشاره به ایالات متحده استفاده نکنید. در آلمان تأخیر نداشته باشید. در چین هدیه را فوراً قبول نکنید. در فرانسه با غذایتان نمک نزنید. اجازه بدین این گفتن اینجا دارن کار ساختمانی میکنن، سر و صدا هست، ببخشید من این درو ببندم و بیام خدمتتون. بله گفتم چی؟ در فرانسه به غذایتان نمک نزنید. در ژاپن با دهان باز نخندید. در خاورمیانه انگشت شستتان را بالا نیاورید. این همون بیلاخ خودمونه. در هایتی سود نزنید. در کره جنوبی کسی را بغل نکنید. این هم چیزی که از برنامه تلویزیون مردم یاد گرفتید. بازم بشینید و مثل اون خانم بگید به خدا من چیزی یاد نگرفتم. هی ما داد میزنید. ممنونم آقای خوشنودی، برنامه گذاشته از من و بهوانی، حالا این آقای چیز گفت نگو معتاد، از من و بهوانی عقب افتاده و آقای بهار، و توی اون برنامه یه خانمی زنگ زده بود و اینها، مثل همین خانمایی که میان شعار میدن، اون موقع حالا تعدادشون کمتر، چون این فیسبوک دیگه واقعا همه رو از خونه آورده تو خیابون، به شوهراشون هم نمیرسن، همش تو خیابون دارن میچرخن، خیابون فیسبوک رو میگن بمانه. و یه خانمی میگفت که آقا این آقا رو برای چی آوردی؟ گفتیم بابا آوردیم شما بشناسید بفهمید یه آقایی هم هست به نام غلام حسین مصبا طرفداری میکنه از رژیم جمهوری اسلامی. بعد گفت من به خدا، بعد گفتم و یاد بگیرید. گفت من چیز یاد نگرفتم. گفتم خانم یاد گرفتید؟ گفت نه من یاد نگرفتم. گفتم اگه یکم خفه بشی من بهت میگم یاد گرفتی، تو حداقل یاد گرفتی که دیگه برنامه سربی رو نگاه نکنی. درست میگم یا نه خانم آذر چی بودی، سلواتی بودی، کی بودی؟ یاد گرفتی که دیگه برنامه نگاه نکنی، برو دنبال کارت، برو برنامه آقای زرابی رو نگاه کن. خب آقای زرابی فکر کنم رفت، دوستاش هم رفتن. بمانه در ایران خودمون چی بی ادبی محسوب میشه؟ والا نمیدونم، شما بنویس. بله نه آقای سربی، اردوان اقدام نکرده. سریال های ترکیه در سراسر دنیا این توریست ها را جذب کرده. آقای سربی چند نفری هم روی یوتیوب میبینن که کامنت ها بازه، گله دارن که چرا اونجا جوابشون نمیدید. ببینید اتفاقا آقای یزدان خداونده دیروز نوشته بود که آقا چرا کامنت های یوتیوب باز نمی کنید. گفتم ببین من نمیتونم فیسبوک باشم، یوتیوب باشم، اسکایپ باشم، اینور باشم، توییتر باشم، آقا نمیتونم، کشش ندارم.
شما میخوای ویدیوی خودتو بردار یا من حتی ویدیو رو برات میفرستم، خودت روی کانالی بذار، کامنتش هم باز باشه، جواب بده. چون اگه کسی کامنت بذاره شما جواب ندید، بی ادبی میشه از شما. ولی اگه یه جایی رو بسته باشید، میگید آقا ما اینجا کامنت نداریم، اینجا شما خواست شما بیا صحبت کن، وقت بگی، برنامه بذار، ویدیو بفرست، مخارجش هم بده، پخش کن. من اینجا هستم. آها خیلی ممنون، خیلی خوشحالم آقای زرابی که نشستی و مزخرفات من رو گوش میکنی. ولی آقای زرابی، من اینو با آقای رضا پهلوی گفتم، شما این کار رو انجام بده. به این دوستانه که ما میگیم شاه اللهی و شماها میخواین دنبال اسم خوشگل بگردید، میگید سلطنت طلب هم نیستیم، ما طرفدار پادشاهی پارلمانی هستیم، که من هنوز نمیدونم این پادشاهی پارلمانی یعنی چی. پارلمان شاه رو انتخاب میکنه. به اینا یاد بدین مثل شاه به مردم نگید اگر مخالفید بیاین پاسپورت بگیریم بریم. امروز شما نگاه کن آقای زرابی، چه احمقی اون حرف رو میزنه، ترامپ. این حرف رو شاه زد، شاهی که به قول شما رفته سوئیس درس خونده. با خانم نیر قربانی شرط بستیم، با خانم شهلا شرط بستیم که شاه دیپلم نگرفته. گوی حرفات چیه؟ من میرم. گفتم مدرسهش اونجاست تو سوئیسه. آقا این مدرسه های سوئیس و اینا که به قول ما میگفتیم کتبخونه. کتبخونه چی میگین شما؟ نمیدونم. که ملاها درس میدادن، اونا که نیست که، رکورد دارن. شما آقای زرابی که تو لس آنجلس درس خوندی، الان من اگه برم بگم یربوک سال فلان بیا، عکس آقای رضا زرابی رو گذاشته، فلان سال درس خونده. بابا آقای مصدق اولین دکترای مثل لا یا قانون رو گرفته، عکسش هست، کتابش هست. شما برین کتاب مدرسه رزماری نمیدونم فلان بیارید که شاه دیپلم گرفته. آقا نگرفت، دعوا کرد، پرستار رو حامله کرد، فرستادنش ایران، باباش عصبانی شد، حرمت بهش گذاشت، کردش دانشکده افسری. اونجا هم کار نمیکرد، باباش رفت دید خوابیده، اونای دیگر رو تنبیه کرد که چرا گذاشتین این بخوابه. آقا نیست، شما قرار نیست اگه بابات کفاشه شما هم کفاش بشین، اگه بابات خیاطه شما هم خیاط بشین. اینه که میگه گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. باید خودمون باشیم که متاسفانه ماها چسبیدیم. نه آقا طرف، آقا شما خودت را با رضا پهلوی مقایسه میکنی. نه آقا من هیچ وقت، من یه آدم خود ساخته هستم. من اومدم زندگی دو تا بچه‌ام، یعنی ویجیا تکیمین 9 سال بچه‌امو فرستادم دانشگاه، زحمت کشیدم. این مردک خورده و خوابیده، چی داری میگی؟ بعد ولی اون میگه آقا شما خود را با شاهزاده. میگم آخه این شاهزاده بابا شاه بوده؟ میگه بله. میگم بابای باباش هم شاه بوده؟ میگه بله. میگم بابای باباش چی بوده؟ آخه اینجوری که نباید باشه که. یکم منطق یاد اینا بدید، به اینا یاد بدید دیگران رو تحمل کنن. فردا یه چیزی مثل آلمان داشته باشید، دولت‌های ائتلافی داشته باشید، 4 تاش از اونایی بیان که طرفدار مجاهدینن، 6 تاش از اونایی بیان که طرفدار، البته الان می‌بینیم هر جا میریم آلمان به بنبست رسیده، انگلستان به بنبست رسیده، بنبست شدید. نه اینجوری که من و شما میگیم. ای کاش بیشتر مونده بودم آقای رضا زرابی، که این 4 تا دوستتم به خاطر دوستی با من دست از سرت برمی‌داشتن و راحت می‌شدی. چون می‌بینم بعضی وقتا همونا چه جوری به شما گیر میدن، یه روز دوستن یه روز دشمن. از قول من به خانم مریخ سلام برسون، وقت نشد ازشون تشکر کنم. ماشاءالله اگه زحمت کشیده کار سخت انجام میده، دو تا دختر دوقلویشون داره که هر دو وکیل هستن. میگه 2-3 تا راننده تاکسی در تهران داریم که چند زبان بلد هستن. اگر آقا شما میگی راننده تاکسی، بابا این باربرای فرودگاه، این اینجا تو هر چیزی که میره، این اسپانیشایی که کار میکنن، امروز میاد خونه ما ایرانی ها صحبت میکنه، کار میکنه، فارسی حرف میزنه، فردا میره خونه ایتالیایی کار میکنه، ایتالیایی حرف میزنه. اینا چند زبان بلدن. حالا یه طرف میگه آقای شاه بلد بوده. آقای شاه 11-12 سالش بوده رفته سوئیس، خب اونجا تو مدرسه بوده که همه انگلیسی صحبت میکردن، انگلیسی یاد گرفته، شق القمر کرده. خود آقای رضا زهرابی چند تا زبان بلده، خب چیکار کنی؟ هر کی چند زبان بلده بره. من اصلا نمیفهمم منطق اینا رو. برای که اینا از حزب اللهیا بدترن. بهتون گفتم حزب اللهیا آقا به خاطر الله دروغینش میره جنگ، کشته میشه. اینا حتی نمیرن. اینا اونی که سالها حقوق گرفت در رفت، زودتر از شاه اینا در رفتن. بس دیگه، سوختم، شعله رو خاموش کن.
بعد از این بیان سراغ آخوندا. بفرما اینم آخوندا اگه صبر میکردی خب من میرسیدم به اینجا. صبر نمیکنین هی وقت ما را هدر میدین. آقای امام گفت چی؟ گفت خانه نخرید، من همتون رو ببخشید. گفت یکی گفت من همتون رو میکنم خانه دار. بله خانه نخرید، همه را صاحب خانه میکنید با دریافت اقساط 100 ماهه و بدون پیش پرداخت. 100 ماهه میشه چقدر؟ کمتر از 10 سال. این دیگه رو دست بانکای اینجا بلند شده بود. ولی یادتونه دوره بنی صدر آمد گفت هر کی 10000 تومان داد 100000 تومان بهش وام میدیم، هر کی 20000 تومان داد 200000 تومان. یعنی اونم یه حماقت دیگه ای بود که هر کی بیشتر پول داشت بیشتر بهش میدادن. یعنی درست سیستم بانکی اینجا که شما داون پیمنت اگه بیشتر داشته باشی چون قدرت خریدت بیشتره بانک بیشتر بهت اعتبار میده، در صورتی که این اصلا هیچ چیزی با اسلام و اون بانکای بی بهره و اینها نداره. بله این حقوق ملت کرد فقط به خود آنها داده می شود نه به گروه ها. سیل اسلحه آمریکایی به سوی عربستان سعودی سرازی شد، آمریکا اعضای ناتو را دعوت به تحریم اقتصادی ایران کرد، امام مصادره و تصرف غیرشهری اموال مردم شدیداً محکوم است، دادگاه فدرال آمریکا با اخراج دانشجویان ایرانی مخالفت کرد. یادتون باشه این آمریکا یه خوبی که داره این دادگاهاش هستن و همین آقای ایران بومی هم همش میگه، میگه اگه این وکیلا نبودن، این دادگاه ها نبودن، این حکومت ها زنده زنده پوست مردم رو تو خیابون میکندن. اون وکیله که وای میسه جلو دادستان. درسته که دادستان حقیقتا نقشش یعنی وکیل مردمه، ولی دادستان با دادگان با حکومته. این وکیل شماست که میاد جلو اینا قد علم میکنه، یک تنه قانون و کتاب و میاره میذاره میگه طبق این قانون شما داری اشتباه میگی و حق با اینه. ممنون از وکلایی که دنبال حق و حقیقت بوده و هستن. و بریم سراغ این. خب اینا هم از بس گفتیم آمریکا آخوندا انگلیسی هستن، گفت حالا بذارید ما کشتیای انگلیس هم بگیریم که دیگه شما نتونید حرف بزنید. این یک کاریکاتور خیلی قشنگی است، کاریکاتوری از توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران که در برخی رسانه‌های عربی و کاربران شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. نشون داده این کشتی بریتانیایی که داره میره به صورت یک روباه، چون می‌دونید معروفه که انگلیس روباه پیر هست و ایران یک قدر یک به اصطلاح قدرتی با مشتش آمده دم اینو چسبیده. حالا معلوم شده که آقا این کشتی اصلا داشته کثیف میکرده. حالا چقدر دیگه آخونده دنبال تمیزی و اینا هستن اون بماند که گفتن این به خاطر که کثیف کرده ما رفتیم دنبالش. و اما دوستانی که حالا که گذشت و تموم شد و اینها ولی هی برای من نوشته که آقا این آلمانی نوشته، گفتم والا به دینت به مذهبت از اینجا من انگلیسی میبینم. و اینجا میبینید با وجودی که 200 نفر احتیاج داشتن 296 نفر تا موقعی که من این عکس رو گرفتم به اصطلاح چیز بوده و امضا کرده و اینها. و اینجا هم نوشته که within an hour یعنی از حالا تا یه ساعت دیگه اینجوری و اینجوری اینها. و رسید. باز هم به آقای ایران بومی تبریک میگم چون انقدر این قوی هست وقتی بهش میخوای تسلیت بگی میگه به من تسلیت نگی. یعنی این نمیخواد باور کنه که پسرش مرد تموم شد از بین رفت و کار درستیه. این زندگی پسرش رو میخواد جشن بگیره و از این یک من نمیدونستم پسر ایشون فایر فایتر اون کلاهی که تو عکس ها میبینید سرشه کماندو بوده ای و میخواد با زندگی اون زندگی کنه، نمیخواد با مرگش عزاداری کنه. اون احمقی که میاد اونجا اینه مینویسه و باور ندارم که آقای نگهبان از بدی نوشته. آقای نگهبان میخواسته بگه ایشون بهایه یه فلان، ولی آقای نگهبان بعض وقتا یه چیزایی که ربط نداره ننویسید اصلا. بماند. ممنون و متشکرم. و حالا یه عکسی به شما نشون میدم، شما این عکس رو ببینید و براتون میخونم و شما بگید اگر شما جای این طرف بودید چه میکردید. این عکس رو نگاه کنید. میگه که اگه این خواهر کوچولوی شما باشه و گوشی شما رو شکسته باشه و شما اینطوری پیداش کنید چیکارش میکنید؟ خودش نوشته من که میگیرم بغلش میکنم محکم بوسش میکنم و میگم ناراحت نباشه عشق من، بعد میبرمش بیرون براش یه بستنی هم میخرم.
البته بعدش به خودم چند تا فوش بزرگ آبدار میدم که آخه مرد مؤمن عقلت کجا رفته بود که گوشی رو دادی دست بچه؟ ببینید چه چشمای نازی داره، زنده باشه سلامت باشه، گوشی رو میتونی جایگزین کنی ولی بچه خواهرت رو یا خواهر کوچولوت رو نه. ممنون و متشکرم از اون کسی که این عکس رو فرستاد. و اما وقتی که آنتالیا بودیم ما یه دفعه توی این نمیدونم دونر کباب و فلان اینا هوس خوراک ایرانی کرد. خب طبق معمول عذر میخوام از اون بذار من یکم چای بنوشم. بله یک لحظه. خب زدیم روی اینترنت و دیدیم یه جایی به نام رستوران تهران، نه تهرانا، رستوران تهران. اجازه بدیم کمرای سه. بله خب ماشین هم داشتیم، آدرس هم زدیم و اول زنگ زدیم، کسی گوشی به نداشت، گفت ای داد بیداد که امروز دوشنبه است و شاید اینها هم تو ترکیه مثل آلمان دوشنبه ها رو اتاق باشه و تعطیل باشن. و گفتیم حالا میریم، در هر صورت تعطیل بودن یه دور شهر رو دور زدیم چون جای خوبی بود. خلاصه رفتیم دیدیم یک رستوران بسیار بزرگ بسیار زیبا و این آقای رسولزاده که اسمش جعفره، ولی میدونید که راستی این الفبای ترکی هم یه روز باید یه برنامه بذاریم راجع به این که خب میدونید مثل ما که فنگلیش می‌نویسیم اینها در حقیقت تنگلیش دارن می‌نویسن، ترکلیش می‌نویسن، ترکی رو به اینجوری می‌نویسن، بعد اس رو مثل ش می‌خونن، سی رو مثل چ می‌خونن و اس دمدار دارن، سی دمدار دارن. خب سراغ اون آقای نهاوندی هم میام که اینایی که نوشتید میخونیم ببینیم که منظور شما چیه. خیلی ممنون که هستید اینجا. ولی این رفتیم اونجا و این ماجرای جای شما خالی هم یه تعارف بیهوده است. یعنی چی جای شما خالی؟ بگید جای بسیار خوبی بود، خوراک بسیار خوبی داشتن. به دوستمون گفتیم ما چلو کباب میخوایم، آورد و گفتیم تعدیگ هم داری؟ گفت تعدیگ تعچین برات میارم، چه قشنگ تعچین ها رو تعدیگ و فلان اینا خوراک و اینها، بعدم شیرینی ناپلونی و بعدم یه چای مخصوص. حتما 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 اگر سر و کارتون به آنتالیا ازمیر، ببخشید ازمیر خیلی قشنگه، خیلی اروپایی، 80% اروپایی هستن. من از بس این شهرها رو رفتم توی دو روز اینجا سه روز اینجا قاطی کردم. ایشون در ازمیر بود و ازمیر خیلی، اولا شما حجاب اسلامی کمتر میبینید از اون، اصلا اونجا من نشنیدم. و خود این دوستونم آقای رسولزاده گفت اینجا 80% مردم اروپایی هستن. در صورت ممنون و متشکر آقای رسولزاده از اون پذیرایی شما. امیدوارم اگر باز هم ما آمدیم ازمیر بیاییم و این بار. و جالب اینجا بود، گفتم که ما حالا فردا میایم، گفت فردا ما تعطیلیم ولی اگه شما چیزی میخواین به ما زنگ بزنید ما براتون درست میکنیم. ببینید این حالا چهار سال پیش رفتم ویسباده، دو تا دوست آلمانی و شوهرش هم که ایرانی بود و اینا برداشتیم بردیم اونجا، رفتیم ویسباده، همچی که رسیدیم میگیم ما 5 دقیقه دیگه میبندیم. اولا 5 دقیقه دیگه میبندیم یعنی شما هنوز بازی، باید ما رو راه بدید داخل. بعد میگیم خب حالا بیام تو اقلا خوراک بهمون بده بریم بشینیم کنار خیابون بخوریم. انقدر به اینا پوز دادیم خوراک ایرانی خوراک ایرانی نکرد. ولی یکی مثل این آقا میگه فردا هم که ما تعطیلیم اگر شما باز یه بار دیگه بزنید نشون تو بده رستوران تهران، اگه کسی هم لینکشو بذاره اینجا ممنونم، رستوران تهران در ازمیر، شماره تلفنشون هم این زیر هست، اصلا رو اینترنت هم اگه بزنی هستن و خیلی جای خوبی، 4 طبقه رستوران که ما وقت خوندیم ریویوهاشه دیدیم عروسی ها و مهمونی ها و اینها اونجا برگزار میشه. و آقای رسولزاده خسته نباشید و موفق باشید. مرسی. این دوستمون که نوشته بود که به اصطلاح اینها، آقای رضا زهراوی میگه تسلط محمد رضا شاه پهلوی به چند زبان میرون، مگه ما آقا این کار کردیم؟ کجای برنامه من یا دیگران دیدیم گفتیم که آقای رضا محمد رضا انگلیسی صحبت نمیکرد؟ و ای کاش صحبت نمیکرد، چون اگه اولا وقتی که شما دیدید این نورد کوریا یه بار بیاد انگلیسی صحبت کنه
شما فکر میکنید انگلیسی بلد نیست، وقتی انگلیسی صحبت نمیکنن نشونه احترام به کشورشونه. این آقای پوتین شما فکر کنید انگلیسی بلد نیست، ولی یه بار دیدی انگلیسی صحبت کنه؟ اینا پوز میدادن که منم انگلیسی بلدم، دست کرد تو جلیقش دو کلمه انگلیسی صحبت کرد، به جایی که آقا تو وزیر امور خارجه داری، آقا مشاور داری، بذار اینا حرف بزنن. تپ و راست با خبرنگارا، برای که این خبرنگار زن بود، برای که اون فلان بود. آقا رضا عزیز من، همین جایی که شما هستی والا بلا تلا هر چی شما بگی، من 30 سال پیش بودم تو همون آلمانی که تو هستی. یکم بشین با خودت تو آینه بگو چرا اینجور شد. اینایی که میگن الان پلیس را دزد فلان، برش طرف نوشتم آقا یک شبه اینا دزد شدن، یک شبه اینا دزد شدن. خب اگه یک شبه دزد شدن خمینی معجزه کرده، ولی اگه اینا دزد بودن از خودت سوال کن چرا رژیم پهلوی دوتا پادشاه این همه دزد درست کرده بود. آقا پدر بنده راننده بود، این ژاندارمری های تو راه یه جاهایی که پلیس راه نبود و فلان، اینا ژاندارمری بهش گفتن مردوز. برای چی؟ از تو دهات مرغ مردم رو میدوزیدن، باج میگرفتن از اونو، چپ و راست جلو مردم رو میگرفتن، مثل همین سپاه و اینا جلو مردم میگرفتن. حالا یه نفر با دوربین وایساده، نگاه کنید ما 7 کیلومتر داشتیم اضافه تر میرفتیم، طرف ما رو استاپ داده، کارتمون رو گرفته، گفته نهار بخریم تا آزادتون کنن. حالا بازم این اقلا نهارش میدی آزادت میکنه. اذیت میکردن به مردم، مردم عاجز کرده بودن. و یه فلسفه دیگه شما طرفداران پادشاه اینن که مردم ناسپاسن. آقا مردم ناسپاس رو چه کسی بار آورد؟ چه کسی تربیت نکرد؟ چه کسی آموزش و پرورش نداد؟ چه کسی همه رو فرستاد دنبال مدرک؟ برو مدرک بگی. پرورش مهم نیست، خدمت به مملکت مهم نیست، وطن پرستی مهم نیست. کی بود؟ من بودم، بیان من اعدام کنیم. من که نبودم. آقا دو تا پهلوی 57 سال یه ملتی ساختن که یه دفعه آخوندی رو تو کره ما دید. آخه بله وارسی که صحبت کردن محمدرضا خنددار بود، مثلا هیچ وقت از اول شخص مفرد استفاده نکرد، مثلا همش میگفت ما. خب ببین همین نهار گفت مردم براش جوک ساختن، گفتن آقای محمدرضا شاه شب در میزنه اتاق فرح و چیزم، مثل هم ملنیا و ترامپ جدا بوده، چون اینا هم رابطه داشتن، آقای شاه چندین رابطه داشت، خانم فرح هم قربونش برم ایشون دیگه از همون موقع کمونیستی کرده بود و اینا، اون برای خودش بود اون برای خودش. میگفتن در زده، گفته کیه؟ گفته ما هستیم. گفته من امشب خسته هستم، یه نفر یه نفر بیان تو. خب آقا تو ما هستیم یعنی چی؟ ما خاندان ذلیل سلطنت، واقعا خاندان ذلیل سلطنت بود و اینو از قاجار به ارث برده بودن. اگه قاجار بد بود شما چرا برمیداری چیزای بدش رو استفاده میکنی؟ چرا اصلاحات انجام نمیدی؟ چرا درستش نمیکنی؟ چرا به مردم نمیگی من منم، شما منی، من و تو با هم ما میشی؟ این کار نکرد. ما خاندان فلان، یه مثل این شعبده بازام یک عباب عمامه، عباب عمامه هم داشت دیگه، تاج عمامش بود، این شنلی هم که مینداخت دورش چی بود؟ عباش بود. اذیت نکن. بله میگه سر به انگار شدی آنتونی باردن، رفتی اروپا همش عکس کباب و چلو کباب آوردی نشون میدی. حالا امیدوارم مثل آنتونی باردن خودکشی نکنه. و سعید بود اتفاقا گفت آقا هی میگن این کجا رفته فلان، گفتم به اینا بگو شما برنامه های سوربی رو نگاه میکنی؟ اگه گفتن بله بگو آقا آخرین برنامهش 2 ساعت راجع به سفرش، راجع به تابستون، راجع به نبودنش صحبت کرده. پس شما یا نگاه نمیکنی یا دروغ میگی. بمانه. بله گروه هایی که به حاکمیت ملی کشور اعتقادی ندارن در هیچ کشوری حق فعالیت ندارن. این تنها مختص به ایران در دور شاه نبود، در همه جهان این مقوله صدق میکنه. آقا خدا پدر مادر شما رو بیامرز. پس اگر یک کسی آمد گفت ما میخوایم حکومت رو ساقط کنیم، این حق چیز نداره نه؟ فعالیت. خب این دوستان که تو ایران 14 نفر نامه نوشتن میخوان همه رو ساقط کنن. آقا نمیخونه اینجوری که شما پیش میری، اینجوری پیش نمیری. اگر یه آزادی نسبی شروع کنیم، هممون بتونیم با هم صحبت کنیم، ممکنه به یه جای برسیم. دستان ممنون متشکرم. پوتین آلمانی بلده ولی یک کلمه نمیگه. پوتین چندین زبان بلده. پوتین برید عکسش رو با ریگان نگاه کنید که دوربین دستش اون موقع به عنوان مال چیه بگید
سازمان مثلا CIA روسیه، یادم رفت، برید ببینید این از اون موقع از 40 سال پیش این تو دستگاه بوده، بلده. حالا اون بدبخت خدا زده اومد دید یه مش داتی زاره و فلان اینا، هی به این رسید فرانسوی صحبت کرد، به اون رسید انگلیسی صحبت کرد، نهیزش وزیر نفت دکتر اقبال بیاد حرف بزنه، نهیزش وزیر فلانی دکتر فلان بیاد صحبت کنه. آقایی که دیپلم نداشت فکر میکرد همه چیز میدونه، تازه میخواست به کشورهای دیگه هم درس بده. برید ویدیوشو ببینید، آقای زرابی میگه کشورهای دیگه قبطه میخورن که ما چگونه به اینجا رسیدیم. آقا گذاشته بودن ات سر کار، ازت میخندیدن، مسخرت میکردن، با این لباسی که میمدی تو مراسم آمریکایی‌ها میگفتن درخت کریسمس آمد. شما که خودت آمریکا بودی، درخت کریسمس که میدونی هر آشغالی تو خونه آویزون میکنن بهش، زنگوله بچه رو آویزون میکنن بهش، نمیدونم فلان کجبه، بله کاگبه، کاگبه، مرسی. خب بذارید من یه چیزی، این خانم زری طناز نوشته بود راجع به مساجد، اینو میخواستم بگم که رفت اون بالا و بله شاه این حرف رو نزد، منظور اون در مورد گروه ها و احزابی بود که با حاکمیت ملی ایران اعتقاد نداشتن. آقا شاه اونا رو میتونست بگه من یه پولی بهتون میدم برید دو ماه سه ماه سفر، میتونست ببینید اون حرفه رو میتونست بهتر بزنه عزیز برادر، قربونت برم. شاه این حرف رو نزد، منظورش این نبود. شما هم شدید مثل آخونده ها که اونجایی که خدا گفته مشروب ازش دوری کنید، منظور خدا و قرآن این نبوده که آقا مشروب میخوری مثل آدم، اگه نخوری خر میشی، گفته نه حرام است بیا شلاقت بزنم. مثل آخونده تفسیر نکنید، من فارسی بلدم، شما هم فارسی بلدی، شاه هم شاه فارسی زبان بود، برای من صحبت کرده، برای شما صحبت کرده، گفت هر کی نمیخواد بیاد پاسپورتشو بگیری بره، گفت یا نگفت؟ حالا شما میگی نه، اگر ایشان گفت پاسپورتش را بگیرید منظورش این بود که یک پولی هم به شما میدهد بروید در خارج یک بیزنس. شما شدی آقا رضا، برو بزن سربی فاصله رضا پهلوی، حالا دیگه رضا زرابی هم هست. بله ببین من از بچهش میپرسم آقا تو قسم خوردی پادشاه هستی شاه هستی یا نیستی؟ میگه اولا دهنش خوش میشه مثل من حالا یکم آب بخورم، این پپسیه، این دستمون پپسیه، این دستمون چاییه. بله به سلامتی، یه لیوان آب ور میداره دهنش خوش میشه. بعد میگه اگر منظور، میگم آقا من منظوری ندارم، من از شما یه سوال ساده میپرسم، آقا شما قسم خوردی حقوق داری میگیری، هر چی بالاخره این داری مزایاشو میبری، هر جا عروسی دعوتت میکنن، عروسی پسر ابیه دختر ابیه دعوتت میکنن احترامت میذارن، این میشه همون حقوق و مزایا به خاطر اینکه گفتی من پادشاه هستم، نشستی تو صندلی رو صندلی تو مصر گفتی من پادشاه هستم، هستی یا نیستی؟ بعد میگه نه من نشستم مردم هر چی گفتم، گفتم شاید مردم به شما گفتن بیا پیش نماز باش، بس دروغ میگه. آقا وقتی دروغ میگه به من اجازه بده بهش بگم دروغگو. شما ببین این ترامپ از روز اولی که اومد ما گفتیم دروغگو شارلاتانه، اونای دیگه هم میگفتن نه اینجوری منظورش نبوده، الان دیگه همه میگن دروغگو. برید برنامه اندرسون کوپر رو ببینید، میگه حتی عروس این احمق آمده میگه که این متوجه نبوده، بعد خود عروس فردا این یه خانواده دروغگو مجاهدین دیدی اینقدر دروغ گفتن، ابر زیر چی میگفتن خورشید زیر ابر یا پشت ابر پنهان نمیمونه، اگه کسی طبیعت رو خبر داشته باشه بادی میاد ابر میره این خورشید پیدا میشه. آقای فیلاوی باید خجالت بکشید، آقای ترشیزی باید خجالت بکشید، این همه مدت شما به مردم دروغ گفتید، میومدید میگفتید رجوی مرده آقای فیلاوی رهبره، رجوی مرده غلام ترشیزی دکترای فیزیسته این رهبره، از این بی سواد رجوی که تو زندان خدا میدونه. بله نمیدونم دارم اون سریال های ترکیه، ولی یه چی هم راجع به اذان گفته بودید من میخواستم اونو بخونم ببینم چی میگی. آها این آقای داراب بختیاری میگه آقای سربی در رابطه با حرفاتون که فوش کاری را پیش نمیبره توهین مغز نمیخواد، نقده که مغز را جوش میاره. دوتا اون داریم یه چی میگیم، مرسی ممنونم، اینم از این، اینم از این. من فقط اونو میس کردم که شما راجع به اذان نوشته بودی، میخواستم ببینم این چی هست و اینها. خب
دوستان ما به جای این روزایی که نبودیم امروز 2 ساعت و 36 دقیقه برنامه گذاشتیم، به قول چیم همش بهتون عکس نشون دادیم، دیگه هر جا خودمون رفتیم شما رو هم بی پول بردیم، ولی یه عکس بهتون نشون میدم که جا داره از فرخ تشکر کنم، ندیدم امروز هستش نیستش اینجا. و فرخ جان این تلفن هنگاوت چیه؟ وقتی زنگ میزنی همه تلفن‌های ما اینجا زنگ میزنه، این چجوریه من نمیدونم، در اصل من هنگاوت رو برداشتم. وقتی که ما نوشتیم اون شرح حال وکیل ایرانی دکتر ایران بومی در سازمان ملل از دولت ترامپ شکایت کرد، آقای فرخ سپهرار که خودش هم آلمان بوده و درس خونده لطف کرد و گفت که این ویدیو رو برای آقای شهرام ایران بومی به اصطلاح گذاشته، میگه که علی حقیقی انتقادهای شما بسیار بجاست ولی کینه توزی نباشه. آقا ببینید اینم یه چیزیه، مثلا اون چیزی که من انتقاد میکنم ممکنه از نظر شما کینه توزی باشه، آخه من به شاهی که مرده چه کینه ای دارم؟ یا به پسرش که اون ور آب مریلند من این ور آبم چه کینه ای دارم؟ ما داریم انتقاد میکنیم، اینا چون انتقاد پذیر نیستن طرفدارانشون رو هم یاد ندادن، درست مثل ترامپ. من یه جورای خوشحالم که این ترامپ آمده تا ما اینجا مثال بزنیم بگیم بابا دوره شاه مثل ترامپ بود. حالا هر سرنوشتی که نصیب شاه و اطرافیانش شد همون دوچار ترامپ و اطرافیانش میشه. ممنون و متشکرم آقای فرخ سپهرار که این شعر خوشا آنان رو پخش کرده. اینم عکسی که جا داره باز از رضا زراوی تشکر کنم که اون روز آمد و این با دستگلی که آورده بود و با حضور خودش که از گل مهمتر بود به اصطلاح من رو خوشحال کرد و احترام من به اون چند برابر شد، با وجودی که با هم اختلاف داریم. و دوستان اونایی که موافقتون هستن باهاتون به به چه چه میکنن خیلی فایده ای ندارن، اگه تونستید با یه مخالف به اصطلاح در تماس باشید صحبت کنید اون وقت شما کار مهمی انجام دادید که این آقای زرابی این کار انجام داده. از اون ور وقتی میشینه با آقای شادانلو صحبت میکنه شما میبینید که ببخشید من این حواسم اینجاست که با آقای شادانلو که یکی از یاران آقای بنی صدره صحبت میکنه، از اون ور با منی هم که به اصطلاح مخالف رژیم پادشاهی هستم صحبت میکنه، نظر خودشم میگه، با افتخارم مینویسه هوادار رضا پهلویه. و اما این کاریکاتورهایی که اینجا دست به دست میشه اینه، میدونید یه فیلمی بود به نام لاین کینگ، الان هم کاریکاتورش اینا رو فیلم چیز کارتونیش اومده، این به آقای ترامپ میگن لاینگ کینگ، یعنی کسی که از میگم میگفتن اونی که مثلا دوز شادوزه، این دیگه از دروغ شاه دروغ شده از بس دروغ گفته. و اما یه عکس، آهان اینم عکس زنهای رئیس جمهوران و اینم عکس زن ترامپ که اتفاقا امروز یه مقاله درباره طلاق این بود. و ملاحظه کنید فیلمای چند روز گذشته رو که وقتی این ترامپ داره صحبت میکنه و زنش اونجا حاضره چجوری زنش دست خودش رو فشار میده از عصبانیت، ولی ایداد بیداد که این قرارداد نوشته و باید با این پیر شارلاتان دروغگو در یک رخت خواب بخوابه و الا قراردادش باطل میشه. به اون قرارداد میگن پری نپچوال اگریمنت، نپچوال همین ازدواجه، پری یعنی قبلش، اگریمنت هم یعنی توافق نامه، یعنی اینا توافق نامه که قبل از ازدواج با هم نوشتن و امضا کرده اش. خب آقای حقیقی میگه همش یک طرفه به قاضی نروید و فقط ایران نگیرید، به خدمات خانواده پهلوی هم اشاره بکنید. خیلی خوشحالم که شما اینو گفتید. چشم. آقا آقای پهلوی چه کار کرد؟ آقای حقیقی شما لطف کن به این شماره تلفن اجازه بده 202-695-2573 زنگ بزنید، 3 دقیقه درباره خدمات شاه پخش کنید، من دو چهارشنبه اول اینا رو پخش می‌کنم. آقا حقوق گرفته، به اینا نمیگن خدمات، به اینا میگن انجام وظیفه، خدمت کسی انجام میده که بدون دریافت حقوق کاری رو انجام بده. من و شمایی که هنوز سر انجام وظیفه و خدمت به توافق نرسیدیم
اون وقت فکر میکنیم جمهوری خواه هستیم، فکر میکنیم طرفدار پادشاهی پارلمانی هستیم. ما آقا بلد نیستیم، به ما درس ندادن. شاه حقوق گرفته، در مقابل حقوقش کارهایی رو که باید انجام میداده. آقا خیلی ممنون، شما اگر یه نفر آمد برای شرکتت کار کرد، کاراشو انجام داد، ولی یه روز دزدی کرد گرفتیش، اون آقا نمیتونه بگه آقا من این همه سال برای تو خدمت کردم، وظیفش بوده، حقوقش دادی، وایستاده اونجا صندوق داری کرده. ولی روزی که از صندوق تو دزدید، روزی که رضا شاه آمد این دهات رو برداشت، قواله هاشو کرد به نام خودش، روزی که شاه آمد با تیمسار طوفانیان کمیسیون گرفت، و همین آقای احمدعلی انصاری که بچه‌ای بیش نبود بهش گفت آقا شما داری حقوق میگیری از مردم، بری براشون خرید کنی، ناظر خرید که دیگه کمیشن نمیگیره، گفت تو بچه هستی وارد نیستی. خوشحال میشم شما مهمون برنامه ما باشید، شما از خدمات ایشون صحبت کنید تا منم از اشکالاتی که داشت صحبت کنم. ممنون و متشکرم. این همه رادیوها، تلویزیونهای لس آنجلسی دارن از خدمات ایشون صحبت میکنن. به کجا رسیدن؟ بذارید اشکالاتو بگیم، تا اشکالاتو نگیم، قبول نکنیم، برطرف نکنیم، به جایی نمیرسیم. بازم ممنون و متشکرم از یکایک که شما دوستان، خیلی ممنون. و به قول معروف قصه ما به سر رسید و خالص سوسکه به خونش نرسید. اینم روسیه و شرکای اروپایی علی ترامپ و سگهایش، و نسبتاً قدیمیه ولی گذاشته بودم که نشون بدم. و اینم اون شهر زیبای آلانیا که تپه‌ای هست و اون بالا هم قصری هست و اینا، حتما برید کنار آب و الان نرخ هم خوبه. اینم منزل دوستانی که ما بودیم، از اون ور دریا رو می‌بینی، از اون ور غروب زیبا رو می‌بینید. و اینم که خوندیم راجع به این دوستمون که نوشته بود، و این عکس رو من فقط بهتون نشون بدم که اینم یه عکسی از این سفر بدون چلو کباب، بدون چایی، که سعیدم راضی باشه. گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. به همین خاطر چهارشنبه با شما خواهم بود. امیدوارم این تلفن بلاکشو درست کنم و عوض کنم. و ضمناً دوستان این وای فای یعنی چی؟ که ما به یه جایی میریم با وای فای وصل میشیم و هم میگه اینترنت نداری. خب من وای فای میخوام وصل بشم که چیکار کنم؟ با اون یکی دیگه که داره قهوه میخوره نامه بفرستم؟ من میخوام وای فای اینا رو استفاده کنم به اینترنت برسم. سعید یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیا به مردم یاد بده، ما هم یه نفسی بکشیم از این کثافت سیاست بیایم بیرون. آقای دکتر ایرانبومی از شما ممنون و متشکرم. آقای رضا زرابی از شما ممنونم. آقای زرابی به مادر تولدشو تبریک میگم، 64مین سال تولد رو تبریک میگم. و خیلی شما شهامت داری، خیلی مادرت شهامت داره که به اصطلاح سنشون رو میگن، معمولا خانوما نمیگن. و رابطه دوستی شما با مادرتون واقعا قابل ستایشه. و این همه شما قشنگ مینویسی که ما با هم دوست هستیم، نظر همدیگر رو میخوایم، ولی هیچ وقت مادر شما به شما نمیگه کدوم کار رو انجام بده. این خیلی عالیه. مادر شما اگه خواست میتونه چند دقیقه صحبت کنه، هم من یاد بگیرم هم دیگران مطمئنم که یاد خواهند گرفت. دوستان عزیز از اینکه با من بودید ممنون و متشکرم. اگر یه جایی یه حرفی به اصطلاح بهتون برخورد، به مزاقتون نساخت، باور کنید برای اینه که شما همونی هستید که من میگم، یعنی شما همون شاه اللهی هستید که من میگم، ولی خودتون تو جمع دوستان فکر میکنید طرفدار پادشاهی پارلمانی هست. طرفدار ما سلطنت خواه نیستیم. آقا سلطنت خود شاه شما میگه، ما خاندان جلیل سلطنت. یه دفعه چطور شد شما دیگه حالا سلطنت طلب نیستیم؟ چی شد سلطنت تبدیل شد به پادشاهی؟ اینا رو بیان برای ما توضیح بدید، نه تو تلویزیون های به به و چهچه خودتون. ممنون و متشکرم. کاکو از من ممنون نیستی؟ چرا، از آقای اکبر اکبری هم ممنونیم. اون عکسای قشنگی که میندازه مال قدیم و اینا، یه عکسی گذاشته بود نوشته بود این چایی داشت میفروش چیکار میکن مرده، گفتی با تلفنش همه حمله کرده. آقا اون موقع تلفن نبود، شما گفتی آقا یعنی من نمیفهمم، من شوخی کردم. عکساتو نگاه میکنم خیلی قشنگ و جالبه. آقای اکبری اگه اومدم برلین با هم یه آبجو نیم لیتری میخوریم. روز روزگار بر شما خوش. یک بار دیگه از اینکه با ما بودید، با من بودید، با دوستان بودید ممنون و متشکرم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. و مهمترین قسمت، حمایت فراموش نشه.
مخصوصا حالا هم اول ماه ایرانیه، فردا اول مرداده، هم بعد از سفره، میدونید همیشه بعد از سفر گفت چی؟ بابا جون من کاظم، پول لازم. باباشم گفت من مریض، کرم نریز، خداحافظ شون.